با سلام به شما دوستان، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 13 ماه مارس 2019 و برابر است با 22 اسفند ماه 1397. و اما چهارشنبه ها الان مدت 93 برنامه، بگو تقریبا 2 سال میشه که هر هفته این دوست ما زحمت میکشه از خلیج فارس و برنامه ای رو به صورت صدا آدیو برای شما تهیه میکنن، ارسال میکنن، ما هم اینجا پخش میکنیم. هم از ایشون ممنونم، هم از شماها که توجه میکنید. اگر هم صحبتی دارید یا نظری دارید درباره این برنامه ها میتونید تماس بگیرید، شماره تلفن اینجا هست. اجازه بدید. بله، 202-695-2573 و نظرات خودتون رو بگید، پرسش خودتون رو مطرح کنید، در برنامه‌های آینده ایشون پاسخ میده. حالا شاید فرصتی هم پیش اومد که به صورت ویدیویی و برنامه زنده با ایشون برنامه داشته باشه. و اما دیدم که آقای علی جوانمردی هم در دام روح الله زم، روح الله زم در دام آخوندها، آخوندها در دام شیطان. فکر کنم شیطان در دام آخوندها باشه. اون جوکر شنیدید؟ به طرف میگن که به شیطان آمده بوده آمریکا به این مجلس و اینها شیطنت درس بده. بهش میگن شما 7 روز در هفته هست ولی 2 روزش میای واشنگتن، 5 روز دیگهش کجا هستی؟ میگه 2 روزش هم میرم انگلستان به اونها شیطنت یاد میدم، 3 روز هم میرم حوزه علمیه قم پهلو آخوندا. میگن پس این آخوندا هم شاگرد شما هستن؟ میگه نه احمقا، من شاگرد اونها هستم، میرم اونجا 3 روز یاد میگیرم، میام 2 روز به تو یاد میدم، 2 روزم به این یاد میدم. اینم ماجرای شیطنت آخوندها. خب ما سیستم رو عوض کردیم. جا داره که تشکر کنم از اون دوستی که از کالیفرنیا چند هفته پیش $500 فرستاده بود و باعث شد که من بگم خب وقتی دوستان اینقدر دست و دل باز هستن، ما هم دیگه این گریدی بودن، خسیس بودن رو کنار بذاریم و بریم یه دستگاه جدید بخریم. دستگاه جدید خریدیم. اگر کسی هست که مایل هست اون دستگاه ما رو بخره، که دل اسم کامپیوتر هست، دل برای دسکتاپ، 8300 مدلشه، XPS. و من اتفاقا ممکنه همین جمعه توی کریگلیست بذارم و بنویسم به اینایی که چیان بنویسم که شما فقط پول ویدیو کارت شما ما بدین، باقیش مجانی. خیلی کامپیوتر خوبی هست و کور i7، ویندو کور i7، اونایی که میدونن i5 i3 چیه میفهمن که i7 چند پولشه. بعد ویندو 7 داره که ای کاش همین سیستم جدید منم ویندو 7 داشت نه ویندو 10. و از همه مهمتر ویدیو کارت، ویدیو کارت برای کارهای رسانه‌ای، برای کارهایی که استریمینگ و اینها شما لازم دارید. اون حرف شماره 1 رو، اون بالای لیست به حرف شماره 1 رو میزنه. 2 گیگابایت هم ویدیو کارت، ویدیو کارتی که تو مادربورد نیست جدا هست، و 3 تا 4 تا مانیتور هم میتونید بهش به اصطلاح بچسبونید یا اضافه کنید یا داشته باشید. در صورت برنامه رو پی میگیریم با این ویدیوی آقای علی جوانمردی و روح الله زم و آقای شهرام همایون. شهرام همایون که ماشاءالله تا یه جایی خبر از پول باشه به یه وسیله خودش رو میرسونه اونجا. این بار برای نجات و تطهیر آقای روح الله زم نمیدونم چه پولی گرفته، چون بوی کباب گویا این بار از استرالیا میاد، یا آقای پولداری از اونجا قول سالی 1,000,000 دلار رو داده و گفته من هیچ کاری هم به تلویزیون ندارم. من نمیفهمم، باید یکی دیوانه باشه یا مرض داشته باشه که بیاد 1,000,000 دلار در سال بده هیچ کاری هم نداشته باشه. اینم شده آقای دورمانی دوم،
من شنیدم که تلویزیون اندیشه دیگه بسته شد، یعنی هر کسی یک کتاب اینجا نوشتن که ترامپ به هر چیزی که دست میزنه اون میمیره، از بین میره. و به نظر میاد هر چیزی هم که این رضا پهلوی میره سراغش، سازمان، تلویزیون، اینها از بین میره. این آخرینش هم گویا تلویزیون اندیشه بوده که شنیدم بسته شده. و یه آقای از کانادا اون روز زنگ زد گفت آقا شما دنبال اسم نادر دورمانی میگشتی، این نادر دورمانی و اینها ماجراهای پول از کجا آوردن، با پسر رفسنجانی در چه رابطه هستن و اینها، من میام یه بار میگم. گفتیم خب شما بیا بگو، ولی ما چون خبر نداریم ما چیزی نمیگیم. در این کار نقل قول هم خیلی درست نیست. درباره نقل قول امروز آقای سیروس، یادم میره چون ما خیلی دوستای سیروس داریم، ببینم که این آقای سیروس دولت شاهیه یا دوست دیگه ای هست، برای من یه چیزی فرستادن. اجازه بدید ببینیم صدا داریم. ببینید این تأخیریه که در کار رادیو تلویزیون هست و نرمال هست. دلیلش هم اینه که شما از این ور خیابون صدا میزنی و پسرت اون ور خیابون، یه زمانی طول میکشه. حالا هرچی هم بگن نمیدونن با سرعت صوت، با سرعت نور، بالاخره ریل تایم نیست که شما تا اینجا گفتی اون بشنوه و اینها. و حالا دیگه وسایل الکترونیکی هم این وسط نقشی بازی میکنن که این بره اینجا و این بره اونجا و اون بفرسه اونجا و اون بره تو باکس اونجا و اون باکس بره مرکز کاکس و مرکز کاکس بفرسه ساتلایت و همون ماجرای ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن تا تو برنامه بسازی و ملت تماشا نکنن. آقای سیروس دولت شاهی لطف میکنن گاهی ویدیوهای خوب، نوشتهای خوب برای من ارسال میکنن، یاد میگیرم من، ولی گاهی چیزایی رو که به نظرشون خوب میاد میفرستن ایراد داره. مثلا امروز یک ویدیویی رو فرستادن، من اینو برای شما هم نشون میدم. از این من اینا رو چیزی به غیر از مزخرفات نمیدونم، از این مزخرفات ما زیاد شنیدیم. نامه حضرت عمر به نمیدونم فلان، stay on this, leave on this، بزنیم چه باید کرد؟ بله این فیسبوک یه چیزیش میشه امروز و نمیذاره، همینجوری داره برای خودش میچرخه. بله یک ویدیویی رو برای من ارسال کردن که نوشته اسکندر پس از حمله به ایران مستعصل بود، از مشاوران خود پرسید که چگونه بر مردمی که از مردم من بیشتر میفهمند حکومت کنم. حالا ببینید شما همین اول کار میگه اول شب و بدمستی، شما همین اول کار آمدی میگی ما مردم از مردم یونان بیشتر میفهمیم. حالا اون موقع یونان بوده، مقدونیه بوده، هرچی که میخواد باشه، چون اسکندر رو میگن اسکندر مقدونی. ببینید من فکر نمی کنم اسکندر که شاگرد کیا بوده، سقراط و افلاطون و دو سه تا از این فیلسوفا استادش بودن، بلند شه بیاد حمله کنه به ایران، بعد ایران رو بگیره، بعد حالا یه جلسه بذاره. میدونید که اینا بیشتر جلسات رو تو حمام میگرفتن. شما اگه بری یونان، اگه حتی بری آلمان، وقتی که اونا اومده بودن اونجا نگاه کنی، ساختمونایی که ساختن همش به صورت توالت‌های عمومیه، به صورت حمام خیلی زیبا. توالت‌هاشون هم از همون موقع توالت فرنگی بوده. میتونی هم بگی اومدن ایران یاد گرفتن چجوری توالت فرنگی بسازن. مینشستن در توالت منتظر فلان و صحبت میکردن. حالا ببینید این مزخرف ویدیو چی میگه. یک لحظه تسلیم. از مشاوران خود پرسید که چگونه بر مرد بذارید از اولش پخش کنم. اسکندر پس از حمله به ایران مستسهل بود. از مشاوران خود پرسید که چگونه بر مردمی که از مردم من بیشتر میفهمند حکومت کنم. یکی از مشاوران میگوید کتابهایشان را بسوزان، خردمندانشان را بکش. اما اون مشاور جوان و باهوشی داشت که پاسخ داد
نیازی به چنین کاری نیست. از میان مردم آن سرزمین آنها را که نمی‌فهمند و کم سوادند به کارهای بزرگ بگمار، آنها که می‌فهمند و با سوادند به کارهای کوچک و پست بگمار. بی سوادها و نفهمها همیشه شوخ‌گذار تو خواهند بود و هیچگاه توانایی طغیان علیه تو را نخواهند داشت. فهمیده ها و باسواد ها هم یا به سرزمین های دیگر کوچ می کنند یا خسته و سرخورده عمر خود را تا لحظه مرگ در گوشه ای از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد. خب اینم برای اینکه ما دل خودمون رو خوش کنیم که افرادی که سر کار هستند در ایران بی سواد هستن، بی لیاقت هستن و من و شما که با لیاقت و با سواد بودیم یا کوچ کردیم یا در ایران نشستیم و ساکت شدیم. نیست اینجوری آقای سیروس دولت شاهی، دوست عزیز، دوست گرامی. اینجا تو دادگاه شما اگه گفتی من رفتم اونجا، یه نفر به من گفت، میگه همینجا وایسا، اون یه نفر اینجاست، تا گفتی نه میگه میشه هیرسی. هیرسی یعنی نقل قول، فکر کنم حدیث. میگه شما نمیتونی نقل قول کنی، یا شاهد زنده است اینجا وایساده شهادتشو من گوش میدم که ببینم داره دروغ میگه یا راست میگه، یا اینکه شما حرف خودتو بزن. چیکار داری که یک کسی اینجوری گفت؟ این مزخرفات چیه آقای دولت شاهی عزیز؟ من رو شما، رو آقای لادن، رو دیگر دوستان حساب باز کردم. شماها معلم من هستی. مستعجل بود، آمد گفت آقا مردمی که از من میفهمند چه کار باید کنم. یعنی چطور شد که اسکندر بعد از این همه روز و شب که آمد و جنگید و ایران رو گرفت، حالا نشست اونجا، اونم مستعجل. مستعجل میدونی یعنی هشتش گروه 24 باشه، نه هشتش گروه 9 باشه. نکنید این کارو، به خودتون ظلم نکنید. هرچی شما بگید این آخوندا بی سوادن، بی لیاقتن، نشون میده من و شما از اونا هم بی لیاقتتر و بی سوادتریم که حریفشون نشدید. اینا رو دور بریزید، بلند شید، دست بذارید. وقتا هم گفتن دست بذارید رو زانوی خودتون و کاری کنید. کارستان نخیر، این فیسبوک درست شدنی نیست، بدم نیست. میدونم حالا امروز فتیک خیلی خوشحال میشه، میگه بهتر که فیسبوک وصل نمیشه. و بذارید ببینم میتونم بهتون نشون بدم. نگاه کنید، ما وقتی که به وسیله فیسبوک میخوایم برنامه رو بفرستیم، یک کامپیوتر دیگه این بغل داریم، به این صورت میایم اجازه بدید ببینید، اینو روشن میکنیم و این به اصطلاح بهش میگیم که حالا تا تصویر میاد رو تصویر اینجوری میشه، بهش میگیم از چه برنامه استفاده کن برای ویدیو، از چه برنامه استفاده کن برای آدیو. و این پایین برای ما مهمه، بذارید من این پایین رو بهتون نشون بدم. این پایین یک برنامه چیزی هست که میگه وصل بشو، کنکت یا کانکت بعضی هم میگن. نگاه کنید این الان از موقعی که قبل از برنامه، 10 دقیقه قبل از برنامه نوشته connecting، یعنی ما در حال اتصال هستیم. اینم اتصال این روزها بعضی وقتا اینجوریه و معلوم نیست که اتفاق میفته یا نه. و اما آقای علی جوانمردی و روح الله زم و گفتیم، آقای سیروس دولت شاهی و مزخرفاتی که هر روز توسط دوستان خوب ارسال میشه و شما میدونی اگه به اینا چیزی بگی دلخور میشن ازت، و اگه چیزی نگی، یادتون باشه این ویدیوی احمد شاملو رو پیدا کنید که میگه اگر بگم زبانم میسوزه و اگر نگم مغز استخوانم میسوزه. خب به نظر شما بی خبری بهتره یا فراموشی؟ میگه فراموشی بهتره، چون فراموشی گناه فکر است ولی بیخبری گناه دل است. اینم باز از اون گفته هاست که نمیدونم. آهان، وقتی که من برای آقای سیروس دولت شاهی نوشتم که آقا این حرفای اینجوری کی اونجا بوده که این دانشمند اونو بگه، اون دانشمند جوان اونو بگه و یکی دیگه برای من و شما حدیث و تاریخ بنویسه و اینها، ایشون نوشته بود که حالا مهم نیست کی چی گفته،
مهم اینه که به اصطلاح چی گفتن. گفتم نه 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 صبر کن، که منم مثل شما همین اشتباه رو میکردم و سالها باور داشتم که مهم نیست چه کسی گفته، مهم این است که چه گفتند. تا اینکه با آقای دکتر کاظم رنجبر که نویسنده و محقق هستن آشنا شدم. ایشون گفت اتفاقا آقای سوربی، شما وقتی یه چیزی رو بهت میگن، مهمتر از اون چیزی که گفتن این هست که چه کسی گفته. مثال خیلی ساده‌ای براتون بگم، شما دنبال یه نفر میگردید که بچه‌تون رو چند ساعت بذارید این حالا یا درسش بده یا ازش نگهداری کنه، شما مثلا برید مراسم ختم رو برگردید، برید یه سینما رو برگردید، برید یه نمایش رو برگردید، برید بیمارستان رو برگردید، این از بچه شما چند ساعت نگهداری کنه. خب معمولا برای این کار از دیگران میپرسید، یک کسی رو پیدا میکنید، روزنامه آگهی میزنید، مردم میان به سلام باهاتون مصاحبه میکنن. یکی میاد میگه من مثل فرزند خودم از این نگهداری میکنم، خیلی هم بهش درس خوب یاد میدم و فلان اینها. بعد شما میگی خب برای کیا کار کردی؟ میگی برای حسن و برای حسین و برای نقلی و تقی. شما به حسن و حسین و تقی و نقلی تماس میگیری، میگن آقا این پدر سوخته بچه‌مون رو زده، آزار جنسی انجام داده، فلان اینها. خب پس مهم هست که کی چی گفته، چون اگر شما بر اساس این که فقط چی گفته، گفتش که خیلی خوب بود، گفت من مثل بچه خودم ازش مواظبت میکنم و آموزشش میدم، بعد اینجا یا حتی ایران هم ممکنه باشه خیلی ها به بچه خودشون تجاوز میکنن، خیلی ها بچه خودشون رو آزار میدن، خیلی ها بچه خودشون رو میسوزونن، خیلی ها بچه خودشون رو معتاد میکنن. پس آقای سیروس دولتشاهی عزیز و گرامی و فرهیخته، لطفاً 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 این هیرسه یا حدیث و نقل قول و اینها رو بریزید دور و بیاین ببینید امروز کجا هستیم، فردا میخوایم کجا بریم. بله به گذشته نگاه کنید، گذشته رو چراغ راه آینده قرار بدید، ولی نمیدونم در گذشته قدم نزنید. این آقای چیز، آقای جلیل بهار میگفت به خاطر همین بهش میگن گذشته، چون در گذشته. یا یه نفر که میمیره میگن در گذشت، یعنی دیگه الان زنده نیست، در گذشته زنده بوده. و اما آگهی استخدام من براتون بخونم، اینجا هم بنویسم که این دوست ما آقای بیژن جعفری به دنبال منیجر، کسی که مدیر باشه و کسی که مکانیک باشه، دو نفر رو میخوان میگردن. و اگر کسی رو میشناسید در منطقه ویرجینیا، مریلند، واشنگتن هستن که بتونن منیج کنن یا مکانیک باشن، ایشون احتیاج داره به دو نفر یا شاید هم بیشتر. بذارید من پیام خود ایشون رو بخونم. بعد گفتن که اگر کسی بتونه به اصطلاح برای ما اینا رو پیدا کنه، یه شیرینی هم به اون طرف میدیم. حالا اگه از تلویزیون مردم شما شنیدی، رفتی اونجا کار گرفتی، به آقای بیژن جعفری بگو که من از تلویزیون مردم سوربی اعلام کرد و من هم شنیدم و آمدم و حاضرم کار کنم و امیدوارم که بتونیم یه جامعه‌ای داشته باشیم که اگر کسی احتیاج به کارمند و کارگر داره، از تو جامعه خودمون چیز کنیم. من دیروز که داشتم باز اینا رو جابجا می‌کردم، اولا گفتم عجب اشتباهی کردم، بعد از جابجایی یا اسباب کشی منزل، حالا دو سه روز داشتیم آروم می‌شدیم، حالا اومدم جابجایی کامپیوتر، و شما نمی‌دونید توی این کامپیوتر چقدر چی گذاشتی، و حالا که میای تو سیستم جدید میخوای همون کار رو انجام بدی، چقدر اون چیزها رو لازم داری که اینجا داشته باشیشون. چشمتون روز بد نمید. در اصل داشتیم سیما و اینا رو چیز میکردیم، این ور بر میکردیم، یک کلاهی جالب رنگ این پیرنم هم هست، یک کلاهی دیدم، گفتم خب اینم نگه میدارم اینجا، چون خیلی از شماها که گوشتون حساسه
مثل گوش من و این سگا هم گوشای حساسی دارن، حساس هست. این صدای ماوس ما، موشواره ما، والا ما اینجا چند تا ماوس داریم، این وایرلس، این یکی نمیدونم وایر داره اینها، و اگه بخوایم بی صدا بخریم مثل که خیلی گرونه، میره روش از 70 دلار، اون یکی 15 دلاره، این یکی 4 دلاره، این یکی که با خود این اچ پی جدیدن آمده ولی بازم صدا میده. گوش کنید. فکر کردم که وقتی برنامه دارم اینو بیارم بذارم اینجوری رو دستم که صدا در این چی بشه، این صدای ماوس توی این کم بشه. دیدید اینایی که میخوان آدم بکشن یا ندیدید؟ طرف میگه آقای سوربی میخواد از زبون ما در بیاره که ما شاهد آدم کشی هم بودیم. طرف میاد با هفتی، چون صدا خفه کن نداره، بالش رو میذاره روی هفتی، تق میزنه، صداش کم میشه، صداش عوض میشه. خلاصه اینم شده بالش یا صدا خفه کنه تفنگ ما یا هفتیر ما که شلیک نکنیم. یادم باشه برمیدارم وقتی دارم کار میکنم میذارم اینجا که طلاق طلاق نکنه. و اما این چیزا چقدر کوچولو شده. این از قدیم اپل یا کامپیوترهای مکنتاش چیزشون کوچیک بود، کیبوردشون کوچکتر از مال ویندو اینها بود، کلن خودش هم جمع و جورتر بود، مثلا دور اینو راوند، یعنی بهتر بود. و من یه اشتباه بزرگ کردم سال 2000، من رفتم یه دوره دیدم برای آی مک و آی مووی، همه این آی و فلان اینا همون اپل، هی آی مووی، آی نمیدونم فلان، آیفون، اینا همش با آی بود. و متاسفانه فقط به یه دلیل، که من عادت کرده بودم که از این رایت کلیک استفاده کنم و اون موقع ماوس اپل رایت کلیک نداشت. دلیلای دیگه هم داشت. دلیلای دیگه‌اش این بود که سیستمایی که ما استفاده می‌کردیم که نسبتاً عقب افتاده بودن، اینا هنوز از ویندوز استفاده می‌کردن. مثلا از اون دوست اون آقای محسن از کانادا که ما 900 دلار فقط استریمینگ می‌خریدیم، اون فقط ویندو داشت. در صورت که اگر رفته بودیم با آمریکایی‌ها کار می‌کردیم، اون برنامه‌های استریمینگ روی آی مک و اینا هم بودن. در صورت موندیم حالا دیگه با ویندو، دیگه فکر نمی‌کنم به عمر ما هم قد بده برای عوض شدن، ولی یه چیزایی ازش بلدیم. بله، اینجا فیسبوک واقعاً مشکل داره و باز نمی‌کنه. احتمالاً شما هم مشکل دارید. اگر مشکلم داشته باشید خوبه، چون شما هم الان نمیتونید وصل بشید ببینید و بعدن از مردم tv.com یا بعدن از صفحه یوتیوب میتونید ویدیوها رو تماشا کنید. و اما من هنوز دارم میگردم دنبال این آگهی استخدام، ولی بهتون گفتم که فیسبوک اشکال داره و باز نمیشه، ولی بهتون نشون میدم. یکی بیژن جعفری به اسم خودش فیسبوک صفحه داره، یکی دیگه والنتاینز موتور. والنتاین که اسم این حضرت عشقه، گفتم امید یا آهنگی داشت به نام حضرت عشق، و این سنت والنتاین یا امام والنتاین، آقای بیژن جعفری از روزی که این جا باز کرده، این نمایشگاه اتومبیل فروشی رو، اسمش رو گذاشته والنتاین. و اینه، خیلی ساده، والنتاین موتورز، اینجا میبینید بعد نوشتن وی موتور کامپانی، والنتاین موتور، و میاد اونجا میبینید که نوشت به اصطلاح باهاشون تماس بگیرید. و بذارید من صفحه خود آقا بیژن رو هم بهتون نشون بدم، بیژن جعفری. و چندین بار من از ایشون دعوت کردم که بیان تو برنامه ها شرکت کنن، چون هر وقت که من باهاشون صحبت کردم دیدم که ایشون هم از لحاظ دانش و اوضاع سیاسی، اینجا میگن current affair، جریانات اخیر به اصطلاح
خیلی آگاه هستن و حیفه. چیزی که هست بعضیا میگن آقا ما نمیخوایم بیایم، ما حوصله دردسر نداریم. اینه آقای بیژن جعفری و عکسش اینجاست دیگه، خودشم اسمشم اینجاست میدونید، و باهاشون تماس بگیرید. اینجا ببینید بیژن جعفری به دنبال یک مکانیک یا یک منیجر میگرده. من وقتی که اینجا کلاس هایی رو میرفتم میگفت که شما وقتی میخواید منیجر یه جایی باشی، مثل قدیم نیست که باید همه کارهایی که همه میدونن تو بدونی تا بتونی منیجر باشی. و میبینید که الان شرکت های بزرگ، مثلا خانمه رشتهش یه چیز دیگه است، یه دفعه میاد منیجر یه شرکت سافتویر میشه. یا این فیلم Undercover Boss نگاه کنید، خانمه اون دفعه آمده بود یه شرکتی که مثلا این سیستم های حفاظت و این چیزهای مال ستل مال نور خورشید انرژی اینا درست میکنن، میگو من حتی بلد نیستم پیچگوشتی بگیرم دستم، ولی بلد منیج کنه. در صورت ایشون منیجر لازم داره، مکانیک لازم داره، و اگر شما به دنبال کار هستید یا کسی رو میشناسید که به دنبال کار هست، به آقای بیژن جعفری تماس بگیرید. اینم راجب آگهی استخدام برای والنتاین موتور. بی خبری یا فراموشی رو براتون گفتم. و اما امروز صبح ما وقتی داشتیم برنامه رو امتحان میکردیم، همه چیز رو حد زدیم، به غیر از اینکه فیسبوک همون موقعی که ما برنامه داریم، ببخشید، اون وقتا میگفتن آقا این مثلا ماشین کون زمین گذاشته. من یه دفعه از بابام پرسیدم یعنی چی کون زمین گذاشته، ماشین که کون نداره. گفت که این مال موقعی بوده که با الاغ و یابو و اسب و اینها بار می بردن، بعضی وقتا وقتی بار زیاد می زاشتن رو الاغ، یا ازش کار زیاد می کشیدن، یا سربالایی بود یا خسته بود، طرف می دید انگار این صاحبش نمی فهمه، می نشست کونشو می زاشت رو زمین و می گفتن طرف کون زمین گذاشته، یعنی دیگه نمیاد، ولش کن. ما همه امتحان کردیم، یک ساعت و نیم برای دوستان آهنگای روانشاد جهان قشقایی که هم همشهری من بوده، هم مدرسه‌ای من بوده، و هم چند بار با هم تلفنی صحبت کردیم، و من همیشه یه احساس گناهی دارم که این به من گفت وقتی کالیفرنیا اومدی بیا حتما ببینمت، و من رفتم، چون اون به اصطلاح با همسرش و با پسرش و اینها بود و من تنها رفته بودم، تماس نگرفتم برم مزاحمش بشم. وقتی فهمید من اونجا بودم و از اون آقای ایرج رستمی و دیگران، خب بالاخره نمیدونم خانم همدیار اینا فهمیده بود، از من دلخور شد و بهش قول دادم این بار که بیام حتما میام پهلو. و اما آقای مانی خورسندی میگه برنامه امروز کو ببین اینجا هم شما یاد بگیرین this message failed to send، نمیذاره من حتی مسیج بفرستم، فیسبوک اشکال داره. ما حالا خاموش میکنیم یه بار ببینیم این فیسبوک، شاید خاموشش کنیم جون بگیره. یادتونه وقتا ماشین که روشن نمیشد خاموش میکردن، یکم صبر میکردن، نمیدونم دیگه حالا شما صبر میکنید دیگه باتری که چارج تر از این نمیشه، ولی گاهی وقتا میشد واقعا، نمیدونم چه جوری. من با وجودی که رشتم برق بوده نمیتونم اینو توضیح بدم، شما داری استارت میزنی دیگه جون نداره، ولی ولش میکنی دوباره جون میگیره. اینجا که نه خازنی هست نه چارجی هست، چجوری این باتری که جون نداشته حالا که بهش وقت میدی دوباره نیرو، جون، جوس، هرچی بگی میگیره که شما بتونی باهاش تمام به اصطلاح استارت بزنی دوباره. و اما بذارید من ببینم که with 16 crime after بله، یکی یکی افراد نزدیک به ترامپ زندان، بازداشت، نمیدونم پرونده فلان، و اون کسی که منیجر انتخاباتش بود و اینا، اون آقای منفورد، که همه فکر میکردن حداقل 19 سال تا 24 سال بهش زندان میدن، قاضی میگن چون طرفدار ترامپ و خودش هم لابد آدم کثیفی مثل ایناست، بهش داده 47 ماه. ولی امروز در یه دادگاه دیگه‌ای اون خانمه میتونه تا 10 سال اضافه کنه به این،
یا میتونه بگه 10 سال 4 سالش همین 4 سال باشه، 6 سال به این حالا باید صبر کرد و دید اگه کسی خبری گرفت و اینا برای ما بفرسه. احتمالا چون فیسبوک داونه شما هم الان بی اطلاع هستید و بعدا به اصطلاح متوجه میشید. ولی خبر خوب برای دوستانی که طرفدار ترامپ هستن، به زودی این آقای ترامپ از وایت هاوس با خانواده باید بره بیگ هاوس. دلیلش هم چیه؟ همین وکیلی که باهاش بود و این فکر میکرد این خیلی خوله، چیزی حالیش نیست، این وکیله و چند تا نماینده مجلس جوونی که تازه از راه رسیدن و هنوز پول و مقام و اینها رو خراب نکرده و رعایت نمیکنن، هرچی تو فکرشونه تو مغزشونه میگن و میشه گفت هنوز اینا نماینده مجلسن، نماینده مردمن، نمانده مردم هم نمانده کورپریشن ها اینا نشدن. اینا با سوالاتی که کردن در 2-3 تا جعبه رو پر از کرم باز کردن. این معروف اینجا، شما در یه جعبه که پر کرمه باز کنی، این کرم ها هر کدومش از یه بر میره دیگه، شما نمیتونی اینا رو بگیری. یکی از این کرم ها ماجراهای دروغ هاییه که ترامپ به شرکت های بیمه و بانک ها گفته تا بتونه از اونها به اصطلاح لون یا وام بگیره، و اون دوچه بانک مهمترینشه. چرا دوچه بانک؟ برای که دوچه بانک پولشویی میکنه برای روسیه، و جای خوشحالی این که بررسی به این پرونده ها در دادگاه فدرال نیست که آقای ترامپ بتونه خودشو، دوستاش و خانواده پلیدش رو پاردن کنه یا ببخشه یا عفو بده. در دادگاه‌هایی هست که مال فرمانداری و ایالت نیویورکه و اونجا این نمیتونه ببخشه، و از 2 روز پیش درست مثل گندم برشته، اگه نمیدونید چیه برید بخونید، یا مثل پاپ کورن اینا دارن میپرن بالا و پایین، و کارم به جایی رسیده که این آقا دامادش و دخترش رو میخواد از وایت هاوس بگه شما برگردین برین نیویورک، چون این حتی به حرف اونا هم نمیخواد گوش کنه. خب بذارید ببینیم فیسبوک جون گرفت کاری انجام میده یا نه. لایو ویدیو ببینیم. بله میگه کامرا قشنگ نگاه کنید، بالاش نوشته Please try broadcasting on the latest desktop version of Chrome to go live with your camera. خیلی جالبه ها، یعنی توی فایرفاکس که میری کلیک که میکنی اینا با هم کار نمیکنن، دعوا دارن، اینا با مثلا کروم کار میکنه. حالا چه سود و منفعتی اون بیل گیت داده به این پسر مال فیسبوک؟ ببینید میگه که شما برو با کروم این کارو بکن. میگیم چشم، کروم هم که هر کاری میکنیم وصل نمیکنه و امروز به اصطلاح کارشون خرابه. ببینیم حالا، شاید دری به تخت خورد و شروع شد. never say never، ممکنه یه لحظه کار نکنه لحظه دیگه کار کنه. و اما اگه من اینجوری میکنم و اینجوری میکنم، ما این چیزها رو که ریختیم به هم، 2 تا از این مانیتورهای ما 27 اینچن و اینا با پایه این ور اون ور میشدن، باز چون جابجا شدیم و میزمون کوچیکتر شده و اینها، باید اینا رو تنظیم کنیم، درست کنیم. حالا به قول آمریکایی ها wish me luck، یعنی برای من آرزوی موفقیت کنید، ببینیم چه میشود. نه خیلی، همون تا میزنم این پایین مینسه کانکتینگ و شروع میکنه دور زدن، یعنی وصل نیست، وصل نمیشه. بعد ببینید هیچ اصلا دیگه هیچ. آقای مانی بعدن نگاه کن. خب use your webcam and microphone yes، ولی فایده نداره اینجا این کار رو نمی کنه، نه با این اینترنت اکسپلورر و نه با یکی دیگرش هم چیه، با فایرفاکس. تنها پروگرامی که لایو کار میکنه، بذارید ببینم، من اون وقتا این کار انجام میدادم که با تلفن لایو بفرستم و ببینیم میتونیم حالا
با تلفن لایو بفرستیم. میگم که اصلا به فکرش من نبودم، چون به فکرش من نبودم یا اونم کار نمیکنه. بذارید ببینیم اگه قبول میکنه اقلا به دوستان اینجوری خبر بدیم که ما نیستیم و بیاین در مردم.tv.com. این کامپیوتر جدید با ستینگش عوض کنیم. اوکی اوکی، حالا تا هم دیدی داره برای اون چیز میکنه. I will be there. این از این. ببینیم حالا فیسبوک چه می کند با این حال احوال، این فیسبوک. و device is ready, Apple iPhone is set up and ready to go. خب ببینیم این میگه لایو، اگه می دونستیم اگه کار کنه از همون start live. Can't install, please check your internet connection. آقا اینترنت کانکشن ما درسته. یه اشکالی هست دوستان، اینجا هم می‌نویسه که can't start. بله، این از این، این از این. اوکی یک لحظه یه امتحان دیگه بکنیم، یه وای فای قوی بهش بدیم. jump start وای فای میگه که این. بله حالا ببینیم قبول میکنه یا نه. ببخشید اگه همینجوری شمارم نگه داشتم. البته خب همه هم میدونیم شما جایی کار ندارید، اگه کار داشتید الان اونجا از بیکاری اینجا هستید. حالا ببینیم can't start live video, please check your internet connection and try again. نخه اشکال، اشکال بزرگی هست از نخه، قبول نمیکنه. ببینید می‌نویسه که cannot. می‌بینید میتونید بخونید در هر صورت دیگه حرف ما رو قبول کنید. اگه قبول ندارید حرف ما رو، چرا نشستید اینجا برنامه ما رو نگاه می‌کنید؟ اوکی اینم خاموش کنیم، صدا زنگ و اینا نده. بیایم اینجا خدمت شما، جرعه هم آب بنوشیم به سلامتی شما. و اما خب عاشقان را بگذارید بنالند همه، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش شود. اصل ماجرا سر این بود که گفتم امروز صبح برای امتحان برنامه از جهان استفاده کردیم و یکی از آهنگاش اینه که عاشقان را بگذارید بنالند همه، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش شود. خب صحبت از آقای بیژن جعفری کردیم دیروز. ایشون یک پست فیسبوک رو برای دوستانشون فرستاده بود و برای منم فرستاد، ممنون و متشکرم. و نوشته بود که کازین ایشون، اینا دخترمه، دخترخاله، دختر دایی، پسرعمه، پسرعمو، اینا همه رو میگن کازین. و شما مثل فارسی مشخص نیست که برای پسرعمو پسرعمو، برای دخترعمو دخترعمو. خلاص ایشون نوشته که کازینش ایام عید میره ایران و یک گلی رو، یک هدفی رو، یک پولی رو، یه حدی رو معین کرده بود، 8000 دلار، که دوستان شما هم اگه میخواید کمک کنید تا ما برای بچه های ایران کفش بخریم، کفش نو. حالا شما بشین اینجا، آقای چمنارا قانون اساسی میمیسه، رضا پهلوی میشینه، دیگران جنبش باز کنن، شورا باز کنن، این مثل اینایی که میپرن رو تاکسی بار، آخرم یه روز میافتن زمین شلوارشون پاره میشه، هی میپره، هی اونا میرن بنزین تموم میکنن از بین میرن دوباره میاد پایین. اینا به جای نمیرسه. شما اگر قبول دارید که دولت ایران یه حکومت جانی جنایتکار دوست هست، باید به مردم ایران کمک کنید. احمقان نرید به اینا بگین تحریم کنید بیاین بزنید مردم ایرانه.
کدوم بچه آخوندی شما تا حالا امروز فهمیدین که نمیدونم شیر خوش برای بچهش گیرش نیامده باشه، ماشین لمبرگینیش بدون بنزین مونده باشه کنار خیابون؟ ولی مردم بدبخت و بیچاره هستن که این تحریم ها رو اونها اثر میذاره. در هر صورت اینم از این میگه که اوکی بله، ما یه قراری با یه دوستمون داریم الان 3 روز. اوکی ساوند گود تو می، سی یو ببخشید. این یه دوستی میخواد بره درس بخونه، دکتر بشه و اینها، ما گفتیم تا اونجایی که ما بتونیم کمک میکنیم. حالا امیدواریم که ایشون هم موفق بشه و عزمش جزمه. و بله اسم اون خانم هست سپیده بیگدلی و کفش برای بچه ها. حالا بذارید من ببینم میتونم تو صفحه خود ایشون برم، چون اون چیزی رو که ایش بیژن برای من فرستاده بود من نتونستم، یعنی نمیذاره، فیسبوک یک مشکلی داره نمیذاره. سپیده بیگدلی، ببینیم چند تام هست ماشاءالله، ببینیم کدومشه. من اینا رو بعض وقتا باید عکس بگیرم که در حین برنامه اگه یک اتفاق اینجوری افتاد برای ما مشکلی نباشه. میگه که we need to fix your Microsoft account most likely your password. آقا ول اون که من اصلا مایکروسافت اکانت رو سال هاست استفاده نمی کنم. واقعا عجب ماجرایی مردم رو اینها اسیر کردن. اقبال آشتیانی، سپیده بیگدلی تهران، سپیده بیگدلی توکیو، سپیده بیگدلی تهران ایران، اسلامیک آزاد. بذاری ببینیم آها این یکیه، اینو دیدم چون عکس عروسیشون بود و خوشحالم که صفحه باز شد و اینجاست. دوستان اگر شما هم مایل هستید کمک کنید، با وجودی که ایشون به اون 8000 دلاری که میخواسته هدفش بوده این سفر بره ایران و خرج کنه به اصطلاح برای این بچه ها رسیده و بیشترم شده، ولی هیچ عیبی نداره اگه شما میخواین و نگاه کنید این بچه ها رو، ببینید که با این پلاستیک هایی که دستشونه والا این همین یه خنده اینها میارزه 8000 دلار. حالا شما که 8000 دلار نمیدی، شما 10 دلار کمک کن، 8 دلار کمک کن. اتفاقا من یاد خانم دکتر زنوسی افتادم که ایشونم میگه شماها 10 دلار بدید، ما یه کیسه برنج، یه شیشه روغن مایه میبریم در ایران میدیم به دست اونهایی که محتاج هستن. نه آب دریا رو میخوان خوش کنن، نه میخوان به کویر لوت آب بدن، میخوان یک قدم کوتاه بردارن. میبینید که اینجا انبار کفش ها رو آوردن گذاشتن و همه رو لیست کرده. کفش فوم پسرانه سندباد مشکی سایز بندی 31 تا فلان 23 تا، کفش پسرانه کالج گردویی قهوه‌ای ساده 13 تا، ورزشی میانه پوما نک مدادی اینقدر. و اینم از این. حالا تا عید چند روز بیشتر باقی نمونده، من برای آقای بیژن جعفری نوشتم اگه این دوستان خواستن ما بدون هیچ به اصطلاح هزینه‌ای براشون پروموت میکنیم. اینم این کفشم نگاه کنید، کفشایی هم که براشون خریدن کفش نمیدونم 200 دلاری نیست، یه کفش معمولیه، ولی این کفشه برای من و شما معمولیه، برای اون بچه خوشحالیه، برای اون بچه آیندشه که این معتاد و دزد و نمیدونم کنار خیابون بچه کار و اینها نشه و بتونه به مدرسه بره. چون خیلی ها بعد از عید وقتی چیزاشون کهنه است میگه آقا دیگه من مدرسه نمیرم، آبروم رفت بین بچه ها، و از اونجا مشکل شروع میشه. من به نوبه خودم هم از آقای بیژن جعفری ممنونم، هم از کازین ایشون خانم سپیده بیگدلی تشکر میکنم، براشون بهترین ها رو آرزو میکنم. و من چون چند روز پیش همین یکی از دوستانی که
رفت به ایران، مبلغی دادیم و کمک کردیم. بارها گفتم دوستان اگر به کسی اطمینان ندارین، به فامیلتون، به آشناتون که میره اونجا، بعد لازمم نیست شما برین صد پله غریبه رو کمک کنید. توی فامیل خودتون، توی کوچه خودتون، همون ماجرای چراغی که به مسجد رواست، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اینجوری خرج کنید. فیسبوک هم امروز مرده و ولش کنید. میگه که اینو من نوشتم برای آقای سیروس دولتشاهی. نوشتم دوست گرامی، من هم مانند شما شنیده بودم و باور داشتم که مهم نیست چه کسی گفت یا میگوید، مهم این است که چه میگوید. سالها گذشت تا با آقای دکتر کاظم رنجبر، محقق و نویسنده، آشنا شدم. ایشان به من یاد داد که حتما باید توجه کنیم که چه کسی میگوید. یک مثال ساده، اگه شما برای فرزند خود به دنبال معلم باشید، یک نفر بیاید و بگوید که من از ایشان مانند فرزند خودم نگهداری میکنم و به ایشان چنین یاد میدهم که در تمام دانشگاه ها قبول شود، ولی این معلم قبلا چند شاگرد خود را مورد تجاوز قرار داده باشد، آیا هنوز هم برای شما مهم نیست که چه کسی میگوید و فقط مهم است که چه میگوید؟ از شما ممنونم که با ارسال مقالات و ویدیوهای خوب مرا آگاه میسازید. بسیار ممنون و بیاین بریم به ایران. اینجا در آمریکا حتما یادتونه، از قدیم هم ما مثلا میفهمیدیم که آقای پال نیومن، که اینجا میگن پال نیومن، مرد بیچاره رفت، نمیدونم کارخونه مرباسازی داره، اون یکی کارخانه سس گوجه فرنگی داره، اون یکی رستوران داره. همین آقایی هست رابرت دوال، خیلی هنرپیشه خوبیه، یعنی از لحاظ هنر و بازی و اینها خیلی قویه. رابرت دوال، از اینجا که میرید بالاتر یه نیم ساعتی که رانندگی میکنید در میدلبرگ، میدلبرگ یه جاییه که ایونا خونه دارن، زمین دارن، اسب دارن اینها، و این خودش و همسرش اونجا زندگی میکردن و الان رستوران داره. البته داستان جالبی هم هست، قبلا دو سه بار گفتم، حالا بد نیست برای دوستان جدید اونم بگم. این آقای رابرت دوال، اتفاقا من یه روز همونجا دیدمش، اون موقع بلد نبودم که وقتی از یکی میخوای امضا بگیری بهش باید بگن Can I have your autograph? نه your signature. حالا نمیدونم، مثلا به ایرانی دوتا شما میگیم امضا. خلاصه بهش گفتم که can I have your signature، هیچی هم نداشتم که برام امضا کنه. و با یک خانم خیلی جوانی بود که من فکر کردم دخترشه، بعدن که ما قدم زدیم گفتن این همسرشه و همسر قدیمیشو، یعنی طلاق داده با این ازدواج کرده و حالا رفته رستورانی رو که خودشو همسر قدیمی میرفتن اونجا خریده و اولین کاری که کرده غذای مورد علاقه همسرش رو از لیست غذاها بیرون آورده. که من گفتم دیگه این too much، یعنی دیگه ببخشید. خب این ماجرا، ولی گویا در ایران هم رسم شده که هنرپیشه ها، هنرمند ها، فوتبالیست ها، خواننده ها اینها، خب خیلی هم معمولیه دیگه، وقتی ماشین خوب خرید، اینو خرید، اونو خرید، این پول، حالا سیستم مالیاتی ایران نمیدونم، ولی سیستم مالیاتی آمریکا میگه شما اگه میخوای پول مالیات ندی باید یه جای خرجش کنی، ولی اگر نگهش داری نمیدونم 30%، 40%، 20% هی مالیات ازش میگیرن. مثلا این آقای جورج کلونی رفته یک کارخونه، فکر کنم جورج کلونی اصلیتش یا مال سوریان یا مال لبنانه، رفته یک کارخونهی که مشروب تکیلا درست میکنن و اینا، بعض وقتا هم یه کسی میاد بهشون میگه که ببین من این کارخونه رو دارم، مثلا 10 میلیونه، نصفش میشه 5 میلیون، من نصفش رو به تو میدم 1 میلیون، فقط برای که اسمت بیاد اینجا. خلاصه گویا تو ایرانم الان این رایج شده. من شنیده بودم که فردین نمایشگاه اتومبیل داشته تو تهران، درست میگم،
اسدالله یکتا، اون آقایی که قد کوتاهی داشت و اینها، توی خیابون روزولت و نزدیک سینما دایموند و اینها یک بوتیک داشته و من چون تو شیراز بودم دیگه خبر ندارم، ولی این به نظر میاد که الان توی ایران به شدت رایج شده و این خواننده ها و هنرپیشه ها و اینها حالا یا چشم هم چشمی یا اینکه یکی پس از دیگری میرن و رستوران باز میکنن. و جدیدترینش که امروز خبرش رو من دیدم این بود که رستوران مشترک سیامک انصاری که من اصلا نمیشناسم اینا هیچ کدوم، اجازه بدی، رستوران مشترک سیامک انصاری و رضا حداد به اسم های نون واقع در باغ موزه هنر ایرانی افتتاح شد. معمولا روز گراند اوپنینگ یا روز افتتاح هم یه سری از افراد به اصطلاح معروف رو دعوت میکنن که خود همون اونها هم باعث معروفیت این میشن. یعنی یه نفر میگه من امروز اگه برم اینجا 20 هنرپیشه میبینم، 15 تا خواننده میبینم و اینها. و یه دوستی من دارم، رحیم فیروزی، امیدوارم هنوز هم زنده و سلامت باشه در شیراز، این همیشه میگه خدا ذلیل کنه آدم بدبخت. میگفتیم آقا خدا ذلیل کنه آدم بدبخت، و آدم بدبخت که خودش ذلیله. میگه خودش هم بی تقصیر نبوده و مثل که خدا یار و یاور پولدارا و آدمای خوشبخته. بگذاریم. صفحه نخست خبرنامه گویا میگه که پرونده تقلب دانشگاهی در آمریکا از چهره‌های مشهور تا دو ایرانی آمریکایی. یادم سالها پیش وقتی که من راجع به این رضا پهلوی گفتم که این بچه درسخونی نبوده و آمده به بهانه این که من فرزند شاه هستم و جانم در خطر و اینها، به دانشگاه گفته که خب میشه ما نیایم همینجوری. این قبل از اینترنت اینترنتی بوده، چون الان شما میتونی با اینترنت دانشگاه نری، بشینی از به اصطلاح خونتون لیسانس بگیری، فوق لیسانس بگیری، دکترا بگیری. و این آقا مبالغی رو میگفتن چون مادرش و پدرش به دانشگاه فکر کنم ساوت کالیفرنیا یونیورسیتی یه چیزی اینجوری داده بوده. و جالبه اونایی که طرفدار این هستن و بت پرستن و بی سوادن و اهل تحقیق نیستن، یادمه بعد از برنامه یکی زنگ زد گفت آقا فکر میکنی اینجا ایرانه که با پارتی بازی مردم برن دانشگاه؟ گفتم بهش شما پس قبول داری که در ایران پارتی بازی بوده؟ موندوش. ببینید اینا نمیفهمن اون هیجانی که میخوان مخالفت کنن مغزشون رو میبنده. بهش گفتم خب پس شما قبول داری که ایران پارتی بازی بوده، ضوابط نبوده، شرایط و به اصطلاح روابط بوده، شرایط که میشه و ضوابط، روابط بوده، رابطه ها بوده. دیروز تا حالا تو تلویزیون های آمریکایی دارن میگن، یعنی حقیقتا بکنم از پریشب تا حالا. ببینید حالا رسیده به چیزای ایرانی اینجا. پرونده تقلب دانشگاهی در آمریکا از چهرهای مشهور تا دو ایرانی آمریکایی. رادیو فردا گفته یا نوشته مقام های فدرال آمریکا روز سه‌شنبه 21 اسفند، یعنی دیروز، از پرونده تقلب جهت کمک به فرزندان ثروتمندان و افراد مشهور برای گرفتن پذیرش در دانشگاه های معتبر و برجسته آمریکا خبر دادند. همینجا یک پرانتز باز کنیم، اگر اینجوری نبود این جورج بوش احمق کم سواد به هیچ وجه نمیتونست بره اون دانشگاه ییل و دیگر دانشگاه. اگر اینجور نبود این ترامپی که الان رفته به مدرسه ها گفته نمره های منو ندینا، اگه نمره های منو نشون بدید میبرمتون دادگاه، این نمیتونست بره دادگاه. حالا بیاد ادعا کنه که من از یکی از بهترین دانشگاه از یکی از بهترین دانشگاه ها فارغ التحصیل شدم. اینا
باباشون پول میده و پول اون به اصطلاح بعض وقتا خرج کتابخونه و اینا میشه، بعض وقتا یه شخصی میخوره. اینجا گویا یه شخصی بوده که مربی ورزش و اینها بوده و بچه های اینا رو به عنوان اینکه اینها ورزشکار هستن، میدونید ورزشکارا رو میان چیزم بهشون میدن، بورسیه هم بهشون میدن و اسکالرشیپ یا دیگه شهریه یا تویشن هم نباید بدن، میبرن اونجا و میگه اینها حتی عکسای ورزشی اینها رو قلابی چاپ کرده برده نشون داده و اینها رو مورد استخدام مورد چیز قرار داده. بعد حالا جالب اینه که چند تا از این هنرپیشه های مشهوری هستن که تو فیلم های خانوادگی، مثلا یکیش بود یه خانم جوانی بود که توی فول هاوس داشت، حالا گویا دختر اونم یکی از این دانشجوهاست که با پول فرستادنش تو دانشگاه، دیشب مسخره میکرد میگفت خوب شد این خانمه از فول هاوس به بیگ هاوس، اینجا به زندان بیگ هاوس هم میگن. در میان 40 نفری که در این پرونده نامشان مطرح شده، نام فلیسیتی هافمن و لوری لافلین، دو هنرپیشه معروف آمریکایی و همچنین دو ایرانی آمریکایی نیز به چشم می‌خورد. نام دکتر همایون زاده استاد دانشگاه و علی خسرو شاهیان مربی سابق تیم فوتبال زنان دانشگاه جنوب کالیفرنیا. بله اون دانشگاهی که گفتم، اون آقای چیزم همین دانشگاه جنوب کالیفرنیا بهش یه لیسانس شلخته داده. به گزارش رویتر این افراد متهم هستند که به برگزار کنندگان امتحانات و مربیان ورزشی رشوه ها دادند تا با جعل مدارک دانش آموزان ثروتمند زمینه ورود آنها را به دانشگاه های شاخص آمریکایی فراهم کنند. اندرو لینگ دادستان فدرال در ایالت ماساچوست در کنفرانس خبری روز شنبه گفت والدینی که نامشان در این پرونده مطرح شده افراد صاحب ثروت و امتیاز هستند. در مقابل هر دانشجویی که با تقلب پذیرفته شده، یک دانشجوی صادق و با استعداد از ورود به این دانشگاه ها محروم شده است. طبق این گزارش ویلیام ری سینگر 58 ساله روز سه‌شنبه در دادگاهی اتهام رهبری این شبکه تقلب و کلاهبرداری را پذیرفت. او متهم است که از $100,000 تا $2,500,000 جهت کمک به هر یک از فرزندان این افراد برای گرفتن پذیرش دریافت کرده است. این پولهایی که از این طریق این پولایی از یک طریق به یک مؤسسه خیریه جابجا شده است. ویلیام ریک سینگر در دادگاه گفته است من پذیرش برای یک دانشجو را با رشوه یا پرداخت پول می خریدم. بعد نوشته که جان وندروم یک مربی سابق دانشگاه استنفورد که با ویلیام سینگر همکاری می کردم در دادگاه اتهامات خود را پذیرفته. و رسم دادگاه های آمریکا اینجوریه که اگر یه نفر رو گرفتن به این میگن ببین ما نفرهای دیگر هم میدونیم و اگر اونا رو بگیریم ممکنه با اونا معامله کنیم تو بیشتر زندان بشیم، میخوای با تو معامله کنیم تو کمتر زندان بری، یا اصلا نری زندان، بهت یه زندان معلق بدیم و بگی همه چی رو. بعضی ها فوری میپرن جلو و میگن بله. در هر صورت این هم از آمریکا، این هالیوودش، این کاخ سفیدش. وقتی که شطور بود به این به یک قاز، آقای سیروس دولت شاهی عزیز، دیگه خر قیمت واقعی ندارد. وقتی که حکومت‌های آلمان پولشویی میکنه، بانک دوچه بانک کجا بود اون وقتا، اشپارکاسه بود و دوچه بانک و اینها، دیگه شما از بانکای ایران و از آخوندای ایران و از رژیم ایران اگه انتظار داشته باشید انتظار واهی و بی خودی هست. اینم از این. ممنونم از دوستانی که کمک میکنن در ارسال این خبرها. و اما اگر
رئیس جمهور روسیه آمد، ببخشید رئیس جمهور سوریه آمد بی خبر به ایران، حالا رئیس جمهور ایرانم رفته در عراق با آیت الله سیستانی ملاقات و تقریبا معاملاتی اونجا در شرف انجام هست. بذارید ببینیم که این معاملات چی هست و ما چیزی ازش متوجه میشیم یا نه. البته ساعت 3 بعد از ظهر باید بریم نوار صدایی رو که دوستمون از خلیج فارس زحمت کشیده و ارسال کرده برای شما پخش کنیم. و چه جالب که ما درباره پول و فساد و دانشگاه و هالیوود و کاخ سفید صحبت کردیم و برنامه ایشون هم این دو نوار درباره پول و دلار هست، با هم میشنویم. دیدار خبرساز رئیس جمهوری ایران با آیت الله سیستانی در عراق، خبرگزاری فرانسه نیز با انتشار گزارشی در این خصوص، دیدار آقای روحانی با آیت الله سیستانی را نخستین ملاقات این مرجع عالی شیعیان عراق با یک رئیس جمهوری دانست. بعد میگه وزیر دفاع ایرانم گفته به هر تهدید اسرائیل علیه صادرات نفت پاسخ خواهیم گفت یا پاسخ محکم میدهیم. و اما نتانیاهو که اون هم در اسرائیل در دادگاه ها و در به اصطلاح جاهای مختلف دنبالش هستن به خاطر سوء استفاده هایی که از مقام خودش کرده، حالا باز از صحبت کردن و لغز خوندن باز نمیمونه و گفته که نتانیاهو اتهام نجات پرستانه آنکارا را به سخره گرفت و یا به سخره گرفت و اردوغان را دیکتاتور خواند. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل را به ارائه یک رویکرد آشکار نجات پرستانه متهم کرده بود. و اما چند روز پیش میدونید که یک هواپیمایی مال اتیوپی افتاد و این در 5-6 ماه گذشته دومین هواپیما از این نوع بوده، از این شماره 737. جالب این بوده که خیلی هم نو بودن، مدل جدید هستن اینها و فهمیدن که این هواپیما یه چیز اتوماتیک اشتباه میکنه و خلبان هم نمیتونه کاری میکنه و میره میفته و به اصطلاح بیچاره مسافرها رو از بین میبره. چندین کشور پرواز این هواپیما ها رو تا اطلاع ثانوی متوقف کردن، ولی در این آمریکا که این همه ادعای امنیت میکنه میگه ما نمیتونیم اینا رو متوقف کنیم، این شما هستید که به عنوان مسافر مثلا میخوای از اینجا بری از اینجا میخوای بری کالیفرنیا، زنگ میزنی به شرکت هواپیمایی آقا این پرواز 026 ما هواپیماش چیه، بهت میگن 737 از اینجا تا شارلوت، بعد از شارلوت میشه بولا، بعد شما چون 737 حالا میگی برم یا نرم. اینجا هست که استخاره خیلی کار میکنه، اینم آمریکا. بریم صحبت های این دوستمون رو بشنویم و برگردیم. شما هم میتونید مثل این دوستمون برنامه داشته باشید، هر برنامه درباره هر چیزی که میخوان صحبت کنید، به قول معروف هر چه میخواهد دل تنگت بگو. و این هم یه دلیل دیگه که تلویزیون مردم ثابت کرده، تلویزیون مردم هست، از مردم، با مردم و برای مردم. به همین خاطر یه براوو به خودمون میدیم، فعلا میذاریمش اینجا، مینسیم براوو تا یه عکس دیگه پیدا کنم و بریم. دو تا نوار هست، با هم گوش میدیم. سلام بر شما بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. در ادامه بررسی اقتصاد که در پول و داشتنش خلاصه شده، تاریخ تأسیس و فعالیت پول در دوران نوین را بسیار خلاصه می شرحم. مسائل مطرح شده در این گفتار را همه شما خوبان و علاقمند به کنجکاوی می توانید در اینترنت دنبال یافته و بخوانید یا در یوتیوب ببینید. امروز همه کشورهای دنیا پول خودشان را دارند. چرا پولشان با دلار مقایسه می شود؟ چرا دلار آمریکا پشتوانه پولها شده؟ چرا پول باید با مقایسه با دلار ارزشش شناخته شود؟ سوالهایی که کمتر کسی می پرسد. مسائل دنیای بشر بر روی این کره خود به خود اتفاق نمی افتند. آری، می شود معدن طلا را در زیر زمین یافت، چون سازندهش بشر نیست. اما با کندن زمین نمی شود پول یافت.
مگر آنکه بشر دیگری قبلا آن را به زیر خاک سپرده باشد. در حدود 250 سال پیش یک سرمایه‌دار کلیمی آلمانی با نامی به معنی سپر سرخ با نیرنگ‌های گوناگون و به کارگیری 5 پسرش در طی چند دهه با دست گذاشتن بر قید و بند بازار سهام انگلستان و دیگر کشورهای اروپا با تأسیس بانک همه بازار صنعت و صادرات تازه به پا خواسته آن دوران را در اختیار گرفت. با مهاجرت برخی از افراد خانواده و زیر دستانش به قاره نو در سازماندهی بانک‌های آمریکا دخالت کرد. در آغاز دهه دوم قرن گذشته قانون بانک فدرال آمریکا را تأسیس و به تصویب رساند. این بانک به علت موقعیت و وظیفه و نامش میباید یک بانک دولتی باشد و چون بانک‌های مرکزی به فعالیتت با نیرنگ، توطئه و هزاران کار غیر قانونی و استفاده از زور مخفی یک بانک خصوصی شد. مانند دیگر بانک ها سهامدارانش از فعالیت بانک سود سالیانه به دست می آورند. تفاوت این بانک با دیگر بانک های بازرگانی به اضافه بر کارهای بانکی چاپ اسکناس و زرابی سکه. همه فعالیت های این بانک با گذشت زمان و افزایش نفوذش محرمانه شد. فعالیت بانک از حدود بازرگانی و پول و چاپش فراتر رفت. برای نگهداری ثروت و نفوذ سهامداران به هر کاری دست زده اند. در فعالیت های غیر بانکی سپر سرخ گفته می شود که از 2 قرن پیش جنگ افروز بودند. جنگ جهانی اول و دوم و بیش از 1000 جنگ و کودتا و انقلاب را در دنیا طرح و انجامیدند. با طرف های جنگ بدون توجه به موقعیتشان و به هدف ادامه ستیز پول قرض دادند تا به خرابکاری و آدمکشی ادامه دهند به اندازه و تا جایی که منافعشان را برآورده و نتیجه کلی به سودشان تمام شود. کسی از تعداد و نام سهامداران بانک اطلاع دقیقی ندارد. همه سیاستمداران آمریکا از دخالت در امور این بانک دوری می جویند یا دخالت و بازرسی را جرأت نمی کنند. مخالفین با سیاست این بانک و 3 تن از رؤسای آمریکا که خواهان دخالت در این بانک بودند تا حال ترور شده اند. آخرینشان جون اف کندی بود که تصمیم داشت فرمان ملی کردن بانک فدرال آمریکا را پس از بازگشت از تکساس امضا کند. درون کاخ سفید و همه دستگاه‌های مهم مأمورین فعال دارند. شگفت انگیز نیست که همه جریان توطئه و دسیسه کشتن رئیس جمهور آمریکا پس از گذشت بیش از نیم قرن تا حال به طور کامل بربلا نشده. یکی از سهامداران عمده بانک در آن زمان رئیس CIA بود و در طرح توطئه قتل کندی و مخفی کردن دلیل‌هایش نقش عمده‌ای بازی کرد. روبرت کندی قبل از اینکه به ریاست جمهوری برسد و موی دماغ سهامداران بانک فدرال بشود، روز 6 ژوئیه سال 1968 به برادرش پیوست. جا و محل ملاقات صاحبان بانک، مقدار ثروت و فعالیت‌هاش مخفی است و در دستگاه‌های تبلیغاتی و اخبار از این سازمان مهم سخنی پخش نمی‌شود. در حالی که سهامدارانش ثروتمندترین مردان و یا خانواده‌های دنیا هستند، در آخر سال و پخش لیست ثروتمندان هرگز نامشان در ذهن این ثروتمندان منتشر نمی‌شود. صاحبان این بانک به اضافه بر چاپ پول آمریکا، همه فعالیت‌های بانک مرکزی در انگلستان، کانادا، استرالیا و زیلند نو را مستقیماً اداره و در اختیار دارند. در آن کشورها چون آمریکا کسی توان روبرو شدن با آنان نمی باشد، زیرا کاغذ چاپ شده را در دست هر صاحب نفوذی بگذارند به سادگی آماده است برایشان شخص فضول و دخالتگر را سربنیست کند با تهدید و یا پرداخت همان کاغذها به مقامهای قانونی. جنایت خود را سرپوش می نهند. در بانک های مرکزی کشورهای بسیار و بانک های مهم دنیا سرمایه دار اصلی هستند.
شرکت‌های استخراج معادن مختلف و صنعت‌های بسیار را صاحب می‌باشند. در سال 1975 که استرالیا مستقل بود، نخست وزیر وقتش گوه ویتلام که اخیراً در گذشت خواست آزادی حقیقی برای کوشش برای کشورش به ارمغان آورد. دولت آمریکا و شریکش انگلستان و یا در حقیقت دستان مخفی بانک فدرال و رویال اسکوتلند بریتانیا در دو کشور استعماری با نیرنگ‌های سیاسی و نمایش یک کودتای مورد قبول ملت استرالیا او را برکنار کردند. اقدامی که تاریخ نویسان آن را کودتای استعمار آمریکا و انگلستان نامیدند. از آن روز واحد پول استرالیا که معادل یک پوند بریتانیا بود به آهستگی و خورده خورده ارزشش پایین آمد و همیشه کمتر از دلار آمریکا نگه داشته شد تا دیگر سیاست مداری به فکر استقلال نیفتد. خب که جمهوری اسلامی نبود، چرا ارزش پولش اینقدر کاستید؟ این مسائل در سایت های اینترنتی معدودی بحث می شوند. دخالت صاحبان بانک فدرال در مسائل داخلی و خارجی آمریکا و دیگر کشورهایی که صاحبان پولش هستند مستقیم و در دیگر کشورها در زمینه‌های بسیار به طور مخفی با تحریک مزدوران صورت می‌گیرد. در کشورهای زیر نفوذ خودشان و کشورهای بسیاری کاندیدای مناسب را به مقام نخست وزیری، ریاست و پادشاهی می‌رسانند. مثلا آقای ماکرون کارمند جوان بانک روسچیلد به ریاست جمهوری رسید. دو سال پیش پارلمان ملی و نمایندگان برگزیده ملت فرانسه به اصطلاح دموکرات و آزاد با قانون تصویب شده مجلس چاپ یورو در فرانسه را از بانک مرکزی خارج و به عهده یک بانک خصوصی گذاشت. با دخالت مستقیم در اقتصاد و چاپ یورو واحد پول اروپا به تدریج از اعتبار و ارزش نخستینش کاسته شد. در صورتی که اروپا در برابرشان قد علم کند یا خواهان عدم وابستگی شود، با تغییر در ارزش یورو و همه قاره را به زانو در می آورند. انگلستان که وارد اروپا یگانه شد هرگز پوند واحد پولش تغییر نداد. چرا؟ این استثناء یا جدایی برای چه بود؟ این کشور اکنون در از جلگه اروپا خارج می شود. باز چرا؟ این فعالیت ها برای حمایت و نگهداری این گروه از اداره کنندگان، دارندگان دنیا و چوپانان عموم بشر صورت می گیرد و خود به خود نمی روید و ساخت آفریدگار نیست. بر کناری مصدق پس از ملی کردن نفت، یعنی در هم کوبیدن استقلال یا استقلال خواهی و کنترل و اداره ثروت ملی، بر کناری معمر قذافی پس از تصمیم به چاپ اسکناس دلار آفریقایی و ده ها توطئه در سراسر دنیا، کار همین باند پول چاپ کننده بود. صدام حسین از سال 1965 بچه‌شان بود. او را به جنگ با ایران تشویق و مسلح ساختند. هر گونه کمکی به او ساده و معمولی شد. از ولایت فلوریدا و آلمان وسایل و مواد تهیه سلاح‌های شیمیایی به عراق صادر کردند. بر کارهای غیرقانونیش در همه محافل سرپوش نهادند. حقیقت استفاده از بمب‌های شیمیایی در روشنی خورشید را در محافل بین المللی انکار کردند تا آنجا که ممکن و به سودشان بود. جنگ را ادامه دادند. وقتی یک جنگ خاموشی به سوی اشغال کویت اولش دادند و جنگی بزرگتر و بین المللی آغازیدند. به بهانه آزادی کویت همه منطقه و خاورمیانه را زیر تسلط و نفوذ خود درآوردند. صدام از کویت رانده شد. با لولو خرمنی که خود ساخته بودند تا وقتی که در داخل حدود عراق کشت و کشتار و خون ریزی و هم میهن میکشت و شهرها را نابود میساخت در کارش دخالتی نداشتند. اصلا برایشون مسئله ای نبود. بارها از جورج بوش پدر سوال شد چرا دنبالش نرفته و کار را تمام نکردید؟ جوابی نداد.
وقتی در اثر ناچاری های محاصره اقتصادی صدام تصمیم گرفت نفت خود را با دریافت یورو بفروشد، دارا بودن سلاح های اتمی و شیمیایی و تهمت های مورد پسند و عموم چون حقوق انسان و دموکراسی و آزادی ملت عراق هدف هایی گله پسند شدند که بر کناریش را منطقی و قانونی قلمداد می نمود. باقی مانده ذخیره طلا و ارز خارجی انبار در بانک مرکزی عراق را که صدام نربوده بود در روز روشن و در مقابل دوربین خبرنگاران دزدیده و به خارج بردند. سپس در میان سهامداران بانک فدرال و یارانشان تقسیم کردند. سلام بر شما بینندگان و شنوندگان تلویزیون من. ببخشید دوستان، اجازه بدید قسمت دوم این پیام رو پخش کنم. در اجرای برنامه‌هایشان هیچ چیز، هیچ طرف و یا انسانی مهم نیست. ده‌ها هزار هم میهن و ارتشی آمریکا که در جنگ به اصطلاح منهدم نمودن اسلحه شیمیایی و اتمی عراق کشته و معلول شدند، هرگز برایشان مهم نبودند. همه شماره‌هایی هستند که باید آز و برنامه‌های تسلط و ثروتمندی این گروه را اجرا نمایند. کاری که همه ستمگران تاریخ از روز نخست آغاز و تا کنون تکراریده اند. انسان دوستیشان سبب نشد که یک شخص، انجمن و یا وسیله تبلیغاتی وضع این فلاکت دیدگان آمریکایی و انگلیسی پس از جنگ آزاد نمودن عراق را دنبال و اطلاع عموم برساند. با رفتار با هم میهن خود انسان دوستیشان را نشان دادند. باز ابلهانی در میان من یافت میشوند که ادعا میکنند با همکاری این نیروهای دشخیم وسیله آزادی و آینده سازی ملت ایران ممکن می باشد. تغییر و نوسان ارزش پول در سراسر دنیا ساعتی و روزانه شده. چرا این وضع باید اتفاق افتد؟ این پول که وسیله ساده ساختن پرداخت دستمزد، خرید و فروش بود، با کوشش این گروه مخفی یک وسیله چوپانی و افسار مخفی شده که در اغلب کشورهای دنیا به طور مستقیم و در کشورهای دیگر به طور غیر مستقیم با نوسان ارزش واحد پول مردمانش را به ذلت می کشند. بنابر اساس قانون و امتیاز پول چاپ کردن بانک فدرال هنگام تأسیسش، این بانک می باید در برابر هر دلاری وزن مشخصی طلا ذخیره داشته باشد. هر شخص می توانست با بردن طلا، با بردن دلار، دلار نقد به بانک طلا دریافت کند. این ارزش و سنجش دلار با طلا را پرزیدنت نیکسون با یک تصمیم و اعلان در رادیو تلویزیون لغو نمود. مجلس سنا و پارلمان آمریکا لال شده و خفه خون گرفتند. هیچ مسئول و سیاستمدار این تغییر بزرگ در اقتصاد را نکوهش ننمود. با این حال دلار آمریکا که یک کاغذ رنگی بود به علت سیستم سیاسی و اداری بانک فدرال و داشتن توان و تسلط بر بانک‌های دیگر کشورها ارزشش کاسته نشد. اربابان بانک فدرال با بررسی بسیار وقت دور کردن دلار از پشتوانه‌اش را بر اساس سطح توان خود درست تشخیص داده بودند. پشتوانه آزاد شده برایشان ثروتی بود معادل همه پول‌های نقد در بانک‌ها و در دست مردم. با یک تصمیم و اعلان رئیس جمهور در آن زمان ثروتشان دو برابر شده بود. قیمت طلا خارج از دلار بالا رفت، یعنی سهامداران بانک فدرال که انبارهای طلا در اختیارشان بود ثروتمندتر شدند. هنگام بحران‌ها و جنگ این معدن دوست داشتنی جناب فرعون ارزشش را می افزایند. بنابر بیشعوری های رفته به عقل بشر، این معدن زررنگ انسان و آیندهش را حکم فرما شده و افساری گشته در دست مالکینش. در نگهداری از ارزش دلار، هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا و یکی از مأمورین بانک فدرال سفری به عربستان و ایران به قطب مؤثر و نفخیز منطقه نمود. به این دو کشور دستور داد هیچگاه اجازه ندارن نفت خود را به ارزی جز دلار بفروشند. این طرفی از نقشه بود.
بخشای دیگرش افزایش قیمت نفت و فروش خرده آهن و کالاهای آمریکایی به این کشورها بود. دلار ریخته شده به منطقه توسط بانک‌های آمریکا اداره و به منبعش بازگشته و یا در همونجا انبار می‌شود. پول به دست آمده و بدون زحمت در میان مردم این کشورها تغییراتی ایجاد می‌کند که بیشتر به دلار متعلق و خریدارش می‌شود و بدون پشتوانه بودنش ارزشش نمی‌کاهد. طبق همین نقشه گسترده در اثر بالا رفتن قیمت نفت در مرحله نخستین زحمت و مشقت ملل وارد و مصرف کننده نفت مدت کوتاهی طول کشید. این بخشی از برنامه بود که نفرت ملل را بر علیه کشورهای نفتخیز تحریک و هر گونه کوبیدنشان را در آینده به سادگی قبول مردمانشان قرار دهند. افزایش قیمت نفت با موافقت ارباب دلار یکی از وسیله‌های بردگی بود، هرچند کسانی مانند شاه و احمد زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان این تغییر قیمت را به زرنگی خود نسبت داده اند، در حقیقت هیچ رهبری از کشورهای صادر کننده نفت در آن دخالت نداشته است. نوسان‌های ارزش این کالا در مراحل بعد همه از خارج از اراده صادر کنندگان نفت بود. قیمت همه کالاهای دنیا همواره بالا می رود. چندین سال است برعکس دیگر کالاها قیمت نفت پایین آمده. درآمد نفت برخی از کشورهای صادر کنندهش چنان کاسته که پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دولتی را نمی کفافد. یکی از عیب‌های عقل بشر عدم شناسایی توان و حدود و مرز توان خیش است. وقتی که جوان و تندرست است تصور می کند وضعش به همان شکل همیشگی است. پیران را در برابر خود می بیند اما نمی تصورد که ممکن است خودش هم مانندشان بشود و چون آنان درگیر بند گردد. همینطور رهبران و گروه ها و حزب های نشسته بر قله قدرت و نفوذ فرود و سرنگونی خیش را نمی تصورند. اخیراً در اینجا کتابی منتشر شده به عنوان 50 داستان 50 سال، نوشته شیخ محمد بن راشد حاکم و شیخ دبی. بخشی از این نوشته را که مربوط به خودمان و جهت روشن شدن مطلب امروز است برایتان می نقلم. شیخ محمد نوشته: 13 سالم بود که همراه پدرم برای شرکت در جشن‌های 2500 ساله به ایران رفتم. خرچهای گزاف و پخش و پلاهای شخصیتهای صفحه اول دنیا را در تخت جمشید دیدم. در جاهای دیگر ایران فقر و بدبختی مردم را هم شاهد بودم. شاه نشسته بر تخت طاووس در چادرهای تخت جمشید به میهمانانش کباب طاووس خوراند. مانند طاووس بال افراشته و از او اطرافیانش غرور میبارید. هرگز حوادث و اتفاقها در اطرافش برایش درس عبرتی نشده و از آن درسی نآموخته بود. شاه دید که ملک فاروق برادر همسر اولش بر کنار تبعید شد و در غربت و فلاکت مرد. ملک فیصل پادشاه عراق و خانوادش به شکلی وحشی کشته شدند. امام یمن کنار گذاشته و پادشاه لیبی بر کنار و تبعید جان سپرد. این بود نوشته یک شیخه با تجربه عرب که به دوستی و احترام پدرش به شاه در کتابش اشاره ها کرده. حکمران دبی شاه ایران را دور از ملت و نادان از درد و ناشناسایی ایرانیان خوانده و با پدرش که در میان مردم زندگی و کار میکرد مقایسه نموده. عدم عبرت آموزی و عدم فراگیری از تجربه های انسانی متعلق به شاه تنها نبود و نیست. این صفت متعلق به همه ماست. سعدی شیرازی قرنها پیش شعری گفته که فکر کنم متن صحیحش این باشد: چو پیری بدیدی به ریشش مخند، که روزی بیفتی مانندش ببند. ثروت و قدرت انسان را از حقیقت دیدن و شنیدن دور و آنگاه نادان کور و کر می کند. همه ما با یافتن ثروت و مقام به اندازه های متفاوت همینطور کرده ایم هستیم. این نیروهای حکمران بر دنیای امروز از این حدود و رفتار عقل دور نمی باشند.
نمیتوانند سستی، بیتوانایی و یا نابودی خود را در آینده در مغز بتصورند. فکر میکنند تا دنیا هست آنان در مقام چوپان باقی خواهند ماند. ما معاصر شاه بودیم، نمونه ایست که تجربی ده ایم. آیا پسرش اینطور نیست؟ شاید او جوان باشد و به علت کم دانشی و کم تجربگی و عدم مصاحبت با انسانهای دانا و با تجربه، عدم مطالعه و فراگیری و دانش پژوهی پخته نشده و هرگز هم پخته نشود. لکن چرا دیگر بزرگ سالان خانواده پهلوی و اطرافیان و موریدانشان هرگز نپختند؟ این سؤالی است که میباید مطرح شود. چه آمد بر سر رضا شاه و فرزندان و یکایک زنان و نوه‌هایش؟ وقتی در اوج قدرت بود چرا به آینده و روز فلاکت بار نندیشید؟ چه عواملی سبب شد که خود را دیگر و دارای مسئولیت دانستند؟ این نیروی مخفی حکمران بر دنیا با اتکا بر پول و استناد به آن مانند دیگر نیروهای تاریخ به طرزی می پایاند. آن سخن مرحوم جورج بوش شه پدر که افول آمریکا را غیر ممکن می دانست دور و خارج از حکم تاریخ است. انسان به علت تغییر مداوم به یک شکل و بر یک اساس نمی اندیشد و یک نمونه نمی رفتارد. سیستم دنیا طوری است که آمادگی برای تغییر را در انسان نمی فراهمد. بیاد آورید هر کدام از ما چند بار تکرار کرده ایم ای کاش می دونستم و نمی کردم، ای کاش اینطور نمی کردم. پول، وضع و ارزشش بر اساس دگرگونی های دنیای بشر را در گفتار آینده بیشتر می بررسیم. با ما باشید. شادی و موفقیت و تندرستی آرزو و نیایشی است همیشگی برای شما ارجمندان. بسیار ممنون از این دوستمون و همون جوری که قبلا هم بارها گفتم، شما هم میتونید در تلویزیون برنامه‌های خودتون رو داشته باشید و درباره موضوعاتی که علاقه دارید صحبت کنید. من در حین گفتگوی ایشون، در حین صحبت ایشون، پیشخان که یک وبسایتی هست، مجله روزنامه‌های روز ایران رو به اصطلاح میذاره اونجا، نشون دادن تا ببینید در ایران چه میگذرد و عکسی هم هست اینجا خیلی جالبه. این عکس در رابطه با همسر آقای خلج هست اگه اشتباه نکنم. بذارید من ببینم این وایسه. این کامپیوتر جدید ما عکسارم با میدیا پلیر باز میکنه، باید عوضش کنم بذارم با پیکچر یا با پینت باز کنه که زمانش نگذره. میدونید یه شعاری هست میگن حجاب محدودیت نیست، حجاب مسئولیت است. اینجا نوشته زیرش استاد مرجان شیخ الاسلامی آل آقا و اینجا شما ایشون رو با حجاب میبینید اینجوری، ولی وقتی که چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من، ایشان میمونه و کیسه های پولی که زیر پاش هست. نامه های متعددی، نوشته های متعددی پخش شده، حتی خود آقای خلج هم نوشته که به اصطلاح اینها برای اینکه خودشون رو نجات بدن به اصطلاح تهمت بی خود به همسر ایشون زدن. حالا باید صبر کنیم ببینیم که از کجای کانادا ایشون سر در میاره و چه کاخی رو میخره. آقای فرخ سپهرار پیامی گذاشتن، احتمالاً درباره برنامه هاست، ولی برای یه دلیلی نمیتونم بگم سیستم جدید، چون ما سیستم جدید امروز یک ساعت و نیم قبلش کار کردیم و شما میتونید برید نگاه کنید، برنامه زنده ای رو اجرا کردیم که از موزیک های آقای جهان قشقایی استفاده کردیم و در آخرش هم من صحبت کردم، یعنی من زنده بودم. آقای جهانم میدونید هنرمندا و اینایی که چیزا میگن نمیمیرن، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، یا مرده آن است که نامش به نکویی نبره. در هر صورت ببینیم حالا چی میگه آقای فرخ خان، احتمالاً دنبال ما میگرده. سلام سلوی عزیز، من فرخ هستم. من دیر رسیدم ولی برنامه مثل که تو فیسبوک پخش نمیشه، شاید به علت دستگاهی که جدید خریدی. ببین من دارم توی یوتیوب نگاه میکنم. آفرین. خب اگه توی یوتیوب نگاه میکنید، من یکی دو بار توضیح دادم که فیسبوک
امروز نمیذاره نه ما عکس بذاریم، نمیذاره پیام بذاریم و به اصطلاح حالا مثل که بذار بینم میذاره این و میکروفونم این الله ببینیم کاری انجام میده، ولی نه مینیسه برو اون یکی رو روشن کن، اون یکی هم روشن کردیم از اول تا یک ساعت و نیم همینجوری دور میزد میگه کانکت. احتمالاً امروز بعد میتونی راجبش بخونی که فیسبوک یه مشکلی داشته. ناگفته نماند که خود صاحب فیسبوک میگن جدیداً یک ترس خاصی تو وجودش پیدا شده، همش فکر میکنه که میخوان از بین ببرنش و اینها. شاید گفته اول دو شاخه برنامه زنده رو که مجانی من این سرویس رو در اختیار مردم میذارم بکشم. بله هنوزم نمیذاره، باز این پایین مینسه کانکتینگ و به جای اینکه یه دکمه قرمز باشه که ما اون دکمه قرمز رو فشار بدیم شروع بشه، فقط دور میزنه و مینسه کانکتینگ. ولی بسیار خوشحالم و ممنونم از شما که اقلا رفتید توی از مردم تیوی دات کام نگاه میکنید. و کار اشتباهی که من انجام دادم، گفتم بابا اون تلفنه دیگه عطایش به لقایش به اصطلاح ببخشیم بره، نخواستیم ورش داشتم از این سیستمه. اون تلفنی که شما با شمار تلفن میتونید زنگ بزنید و صدا رو بشنوید، درست همین امروز که ما اونو برداشتیم این یکی هم فیسبوک کار نکرد. مهم نیست، حالا وقتی درست شد ویدیوی برنامه رو میتونیم بذاریم اونجا و با هم ببینیم. دو سه تا عکس دارم اجازه بدید بهتون نشون بدم. اول از همه این بالش سه نفره رو با هم ببینیم که اجازه بدید بالش سه نفره. من نمیدونم این سیستمای جدیدی که میخری، اولا دیگه کتاب متاب که باهاش نمیاد، بعد روش نوشته plug and play. plug یعنی بزن تو بر، play هم یعنی بشین بازی کن، enjoy کن. والا این سعید یه چیز خوب گفت، گفت plug and pray، بزنش تو بر و بشین دعا کن. دو ساعت طول میکشه ستینگش. روز نویش که میاری میزنیش، میگه ما باید آپدیت کنیم خودمون رو. یه دو ساعتی میچرخه، هی خاموش میشه، هی روشن میشه. بهت میگه نگران نباش، کامپیوترت خراب نیست، ما باید برای که این درست بشه خاموش روشن کنیم. یعنی اینا نمیتونن یه سیستمی بیارن. والا هواپیما تو پرواز به هم دیگه بنزین میزنن، ایرانی ها تو حرکت به هم دیگه نون و پنیر و سبزی و گردو میدن، ولی کامپیوتر باید هی خاموش بشه، هی روشن بشه. خلاصه مطلب این که ما امروز موندیم اینجا و این نمیدونیم چه باید کرد. و اما اوپن، اینو اوپنش کنیم، اینو نگهش داریم. بیاین بالش سرفره. یه ویدیویی هم دیدم آقا، هم خانم آنی نشون میداد روی صفحش، هم آقای آرمان شهبازی گذاشته بود. و این برنامه دوستان همین شنبه‌ای که میاد در نووا نوردن ویرجینیا کامیونیتی کالج برگزار میشه، نوروز سلیبریشن یا به اصطلاح جشن و بزرگداشت نوروز، 16 ماه مارس روز شنبه. نوشته بعد از 3 دهه فرزان دلجو و آیلین ویگن در صحنه تئاتر با شرکت سحر اخوان و هنرمندی علی پورتاش، بالش 3 نفره. حالا اجازه بدید من ببینم اون ویدیویی رو که آنی دیروز برای من فرستاد، من میتونم باز پیدا کنم پخش کنم، یا اون هم جزء اون قسمتای نگو و نپرس هست. اجازه بدید این از این آنی، دی جی آنی، آنی، این هم دی جی آنی، این هم ویدیوی بالش 3 نفر. بله الحمدلله هستش. بذارید تا هستش، گفت تا هستم ای رفیق سراغم بیا، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. کامرای 2 بریم. جنجالی ترین و کمدی ترین تئاتر برای 3 نسل و 1 عصر، بارش 3 نفره بعد از 3 دهه مجددن به صحنه می آیند. فرزان دلجو و آیلین ویگن. Maria Andrea del Medici,
های پورتاش بالش سه نفره. از اینجا آغاز می شود. یک آقای بسیار خانواده دوست. بالاخره دیدی؟ بله دیدم. یه آقای گرد و بنامه با قیافه وحشتناک رفت به اتاق روبروی من. خانم دونم با بچم به شما افتاد بهش بگوشه. با بچم راه راهی من؟ بله دیگه همون دیر خانواده پشتش دارم. این دیگه غیر قابل تحمله. یک وکیل زبردست طلاق. خانم جان به اطلاع شما برسانم که این شوهر کسی به شما با یک زن دیگه رابطه نامشروع داره. شما از کجا فهمیدی؟ این لنگ کفش متعلق به کدام کثافتیه؟ یه خانوم کم ادعا به من گفت تو همین آمریکا فیلم میسازم میبرم فستیوال کنکون. فستیوال کن این چه فستیوال ایتالیه چیه؟ خانم جان شما رو دیگه کنکونش دیگه با ما صحبت نکرده بودی. این خودش یه کیسه. ای آقا از کجاش بگم و یه دختر ظالم بلا. شما مجردی؟ فقط شما منو داری کجا میبرین؟ جانم به اضافه که صدها بار قهقه و رقص آواز همه در نمایش سوپر کمدی بالش سه نفره. حالا تو آمریکا یه همچین آدمی در کجا پیدا کنی؟ اما یه نفری پیدا میشن حرفه‌ای هستن یه پولی بیارزشی میگیرن یک شب محلل میشن میرن پیکرش. یک شب؟ یه نصف شب. یک نصف شب؟ اگر که بخوای یه همپول هم اینجا بزنن خودش یک ساعت طول میکشه. ای وای ای زهرمار. با شرکت فرزان دلجو، آیلین بیگن، سحر اخوان و هنرمندی علی پورتاش بالش سه نفره نمایشی از فرزان دلجو. امان از دست این مردم. الان سر گوشش میجون به همسرشم گوشش و خیلی جای دیگر. کجاش بالش سه نفره بردی از یادم یادی بر بادم با یادت شادم بالش سه. بله دوستان عزیز ما این رو روی فیسبوک هم قرار میدیم و اگه خواستید میتونید از فکر کنم فروشگاه ایرانی از kodum.com و با تماس با خود آریان پروداکشن اونو بگیرید. راجع به این سوزن زدن آقای علی پورتاش میگه اگه یه سوزن هم بخوای بزنی یه ساعت طول میکشه. یکی از دوستان یه جوکی برای من فرستاده بود گفت که دختره به دوست پسرش گفت که میخوای اونجایی رو که سوزن زدم نشونت بدم؟ پسرم با اشتیاق گفت بله حتما نشونم بده. گفت اون ساختمان روبرو طبقه دوم. در هر صورت اینم از این ماجرا. وقتی که این آگهی رو داشتم میدیدم فکر کردم که ما آدما چقدر به چیزا عادت میکنیم و خب ما یه زمانی نداشتیم فیسبوک لایو، برنامه رو اجرا میکردیم یا از روی مردم tv.com یا انکودر خودمون و اینها، ولی حالا چون عادت کردیم روی فیسبوک خودمون باشیم، روی فیسبوک مردم تیوی باشیم، روی نمیدونم واچ پارتی باشیم، این بر اون بر باشیم، بعد که اینا رو ازمون میگیرن یا به یه دلیلی امکانش نیست فکر میکنیم یه چیزی رو از دست دادیم. والا خیلی راحت تره. من الان اون مانیتور رو خاموش کردم راحت، اون قسمتی که مال فیسبوکه. بعد این سیستم جدیدی که اومدیم دیگه خودش ضبط میکنه و چیز، یه دو تا انکودر هم کم شده، اون قسمت تلفن هم کم کردیم، خیلی راحت حواسمون کمتر این بر اون بر پخش میشه. و اما ببینیم که بله اصلا فیسبوک نمیذاره حتی ما یه چیزی پست کنیم. حالا شما هم امتحان کن. من این اشکال رو نداشتم تا ساعت یک که به اصطلاح رفتم حمام و آمدم، بعد از حمام حالا یه وقت مینی آب حمام آمده رفته تو کامپیوتر از این اشکالا پیش میاد. شوخی میکنه، همچه امکانی نده. خب اون پیام آقای فرخ بود، ممنون و متشکرم. این آقای خزایی ببینیم برامون چی فرستاده. بعضی کشورهای منطقه پروژه های مشکوک هسته‌ای را دنبال میکنن. این آقای شمخانی خیلی معروفه، حالا نمیدونم مثل که از زمان جنگ و اینا ایشون همینجور تو جنگ بوده و بعد درست من اینا رو نمیشناسم، ولی
این گفته شمخانی گفته بعضی از کشورهای منطقه را به دنبال کردن اهداف مشکوک اتمی متهم کرد. و بعد ببینیم که اینجا چی نوشتیم براتون، این مهم است رو خوندیم. این ایران هم این را گفتیم که رستوران باز میکنن صاحبان پول، و این یکی هم باز پرونده تقلب رو براتون خوندم. سفر رئیس جمهور ایران به عراق رو هم گفتم. بعد امروز پتیک برای من نوشته بود آقا خلاصه ماجرا این که از خاک برآمدیم و برخاک شدیم، یا ارمنیا مسیحیا میگن ما از داست اومدیم، داست، حالا بعضیاشون حتی خاکستر هم میگن، ولی خاکستر نیه، همون داست، درست، از داست آمدیم و به داست رفتیم. من براش نوشتم که از خاک برآمدیم و برباد شدیم. چون اون بیشتر از من این شعرها رو بلده و میدونه، نوشت که یک چند به کودکی استاد شدیم، چند یک چند به نزد استاد شدیم، یا به کودکی استاد شدیم، یعنی رفتیم پری استادی شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و در خاک شدیم. خب و اما شما باورتون میشه فیسبوک الان به حالا یک فیلم رو دیدم، یک خانمی بود اینجا اولی که آمده بود و برنامه داشت، خیلی جالبه، ما هر کسی اول میاد تجربه نداره، پول زیادی نداره، ما بهش بال و پر میدیم، همچین که بال و پر گرفت میره دوستان دیگه، تلویزیونای پارس و اندیشه و اون آقای شبخیز و اینا، اون موقع به اصطلاح این درختی رو که ما کاشتیم میوه‌هاشون رو میخوره. یه خانمی هست به نام فکر کنم پروین اسمشون، همسرجون.com رو باز کرد، اینم یه تبلیغ مجانی برای شما. و با وجودی که خودشون مهندس رشته فنی هستن، ولی در کار آمریکا میگن مچ میکینگ، دلال زنی. تو ایران یه اسم بد داشت، بعضیا فکر میکردن این کار بدیه، در صورتی که اصلا خیلی ها بودن. من یادمه تو ایران مثلا میگفت فلانی دلاله هست یا دلال زنه، که مثلا میرفتن بهش میگفتن پسر اون از سربازی اومده یه دختری سراغ نداری، میگفت دختر فلانی. بعضیا که از شهرهای دیگه اومده بودن، ارتشی ها اینا، غریب بودن، پدر مادرشون اونجا نبود، فامیل نداشتن، به این دلال اینجا بهش میگن مچ میکر. مچ میکر یعنی کسایی که همدیگر رو جفت و جور میکنن. یه وقت با پمپ و ببخشید جاکشی و پا اندازی و اینها اشتباه نکنید. و حتی توی مریلند یه رستورانی بود، یه دیسکویی بود، صاحبش اسمش مچ میکر بود، آقا خیلی هم افتخار میکرد. این خانم آقا خانوما رو به هم معرفی میکنه و اینها، ولی شدیدن الان جدیدن طرفدار رژیم آخوندا شده و باور داره که اونا کار درستی میکنن، با وجود اینکه خود ایشون از ایران آمده بیرون، بچهاش خارج دنیا آمدن، و داشت توضیح میداد که تا یک کلمه برخلاف صهیونیستا گفته، آقای شبخیز پریده وسط برنامه و برنامه رو قطع کرده و گفته نه، شما برنامه‌تون قرار نبوده سیاسی باشه، قرار بوده این باشه و اینها. و اتفاقا من دیروز برایش یه ایمیل فرستادم، گفتم اگه میخوای شما دوباره میتونی همینجا ویدیوهاتو بفرستی، ما براتون پخش میکنیم. ولی نگاه کنید دوستان، ببینید یکی از این نماینده‌های جدید گفته بود که ما نباید قسم بخوریم که منافع اسرائیل رو حفظ میکنیم، ما باید قسم بخوریم که منافع کشور خودمون آمریکا رو حفظ کنیم و منافع مردم آمریکا رو. حالا اگه اسرائیل هم در جهت و در سمت و سوی ما هست، خب چه بهتر. ولی نگاه کنید This is our moment. آها، پدرش در آوردن، حالا تازه میگن ما کم اذیتش کردیم، باید حتما تنبیهش میکردیم. از اون کمیته‌ای که این یکی از اعضایش هست، کمیته روابط امور خارجی مجلس، برکنار بشه چنین و چنان. و اما میگه که Jewish Voice for Peace، دوستان دقت کنید، اینا دوستان کلیمی و یهودی هستن که خود اینها از ظلم و فشار صهیونیست ها و تندروهای دینی اسرائیل به سطوح آمدن. Jewish Voice for Peace،
نوشته که This is our moment to hold Facebook accountable for blocking Palestine. میگه الان موقعی شده که ما فیسبوک رو مسئول بدونیم که تو چرا آمدی فلسطین رو بلاک کردی. باورت میشه یک کشوری رو فیسبوک بلاک میکنه؟ و میگه که We have teamed up with other progressive organizations to pursue the Federal Trade Commission FTC to take hold action. بله اینجا میرن حالا شکایت کنن، خدا میدونه تا که این دادگاه بازی و شکایت بازی باشه به جایی برسن یا نرسن، ولی خبر مهم اینه. خب ما دیروز که داشتیم این کامپیوتر و اینا رو عوض میکردیم و اینا، دیدیم که به ما گفتن که خب این USB 3 داره. USB 3 رنگش آبیه. اگه نگاه کنید وسایلی که دارید، اون اولیا USB، این چیزی که آره ببینید سماره این، این سفیده، داخلش ها داخلش سفیده. شما اونجایی که میزنید اگه اونم سفید باشه این USB 1ه، اونم 1. و اگه مشکی باشه 2ه. میگن سرعت تبادل و ترانسفر و انتقال زیادتر. از 2-3 سال پیش آبیش اومد، آبی دیگه میگه سوپر. و شماره 3. حالا یه چیز دیگه من رو این دیدم، گفتم این چرا قرمز داره، نکنه اشتباه باشه، و خدا این گوگل هم برای ما نگه داره. رفتیم سراغ گوگل، گفتیم که این کالر کد به ما بگو که توضیحش چیه، چگونه است. آمده اینجوری توضیح داده. اجازه بدید که من براتون این سفر اندازه توضیح این کوچیک کنم، یا اندازش کنم، کوچیک نه. بله، میگه how to tell what type of USB connector you have by color. چگونه بر اساس رنگ ها بگیم که شما چه کانکشن یا چه ارتباطی یا چه وسیله این USB، اصلا اسمش هست universal something، و خیلی کارا رو راحت کرد. شما یادتون باشه هر چیزی یه شکلی داشت، یه اندازه بود، ولی همه اینها الان یه شکل شدن، از تلفنتون گرفته تا سپیکرتون، بلنگو، میکروفون، همش همین USBه. و جالب اینه این هم برق رو میبره و میاره چارج میکنه، هم آدیو، ویدیو، همه چی. من نمیدونم این 4 سیم داره، ولی چرا اینقدر میتونه کارا رو انجام بده نمیدونم. حقیقتش من اون قسمت الکترونیک وارد نیستم. ما اون چیزی که میخوندیم برق تو ایران، اولا بهش میگفتن الکتروتکنیک، یعنی الکتریسیتی. با الکترونیک اشتباه نکنید. الکترونیک یه چیز دیگه ای بود، جدیدی بود، بعد اومده بود جایگزینه، اونم نشد. اون یه رشته دیگه است، این یه رشته دیگه. ببینین میگه USB سفید، سیاه، آبی. تا اینجاش من براتون توضیح دادم. حالا سیستمای جدید قرمز هم هست. بعد توضیح میده، میگه USB specification by color white USB connector USB 1. این 1 معمولا ورژن 1 یا مدل شماره 1شون میگن. میگه white type A USB 1 time plug یا ورژن 1. سرعتش میگه که این چقدره. میگه اولین بار it wasn't until 1996 ریلیز شد، 98 به اصطلاح بازار آمد. بعد میگه که بعدش این 2 که بلک هست، یعنی مشکیه. میبینید این اینجا رو میگیم، داخلش رو باید نگاه کنید، مشکی هست. بعد این 3 که آبی هست. حالا میگه این 4 که قرمز هست، و میگه اینی که قرمز هست red or yellow. ببینید اینجا یکم هم شکل نارنجی رنگش تقریبا. میگه red or yellow USB connector sleep and charge. میگه این مدلی هست، حتما شما تو ماشینتون هم دارید. ماشینا الان اون چیزی که اون وقتا میگفتن جاسیگاری، چون برای فندک فقط استفاده میشد، الان دیگه اصلا فندک که بهت نمیدن هیچی. ماشینا جای خاکستر و اشتره که نداره هیچی، و این جای نوشته باتری. و دو نوع داره، یکیش با سویچ یا اون ACC اکسلری
روشن میشه، برق بهت میده، یکیش همین جوری برق داره و شما یه چیزی رو میخوای بذاری تو ماشین چارج باشه، مثلا من این گوشی وایرلس مال تلفن میذارم تو ماشین، ولی اگه بزنم تو اونی که با باتری هست، اگه سه روز ماشین استفاده نکنم اونم برق نداشته، باید بزنم یه جایی، ببخشید اونی که با سویچ هست، گیجتون نکنه. در هر صورت اینا رو رعایت کنید، اینا رو امتحان کنید، سویچ و ماشین رو در بیارید، کلیدش رو در بیارید، ببینید برق داره نداره، برای چه استفاده هایی میخوای انجام بدی. گویا این ماجرای رنگ USB اینه. این یکی دیگه. بعضی از این مانیتورا، من این مانیتورای دل که دارم الان چند ساله، HP هنوز نداره، یه سیمی شما مثل سیم پرینتر و اینها از اون تاور اصلیتون میکشین میارین به پشت مانیتور میزنید و این مانیتور به صورت هاب کار میکنه، براتون تقسیمش میکنه، میشه چهار تا، نه که تقسیمش میکنه، بهتون چهار برابر میده، برای مثلا کیبورد، برای ماوس، برای دیگه چی بگم. حسنش هم اینه که وقتی مانیتورتون رو خاموش کردید این برق قطع میشه، اگه یه چیزی میخواین فقط وقتی روشنه استفاده کنید. این هم از این. و اما یه چیز دیگه باز بگیم، اینم یه درسی باشه برای دوستانی که دو کلمه هم از ما به اصطلاح چیزی یاد گرفته باشن، بعد زنگ نزنن بگن آقا وقتمون تلف شد چیزی یاد نگرفتیم. اگر شما این فلش مموری بذارید ببینم دارم اینجا، حالا یا فلش مموری یا از این SD کارت اینایی که میزنی برای ضبط فیلم و فلان اینا دیگه خودتون میدونید. SD کارت هم فکر کنم سکیور یا چیزی، اینا رو اول اسمش طولانی میذارن بعد کوچیکش میکنن، مثلا همین USB شما برید بخونید یونیورسال ساب فلان بعد میکنه USB. در هر صورت اگر کامپیوترتون به اندازه کافی رم نداره، رم یعنی رندوم اکسس مموری، خب سعید تو نیومدی توضیح بدی، مجبورم من توضیح بدم، میتونید از این فلش مموری ها بخرید، نوع فستش رو بخرید، وقتی که میزنید به کامپیوترتون مثلا میشه یه چیزی مثل این، اگه بلد باشید اون قسمت رو باز کنید اینجوری شما میبینید، حالا من این رو بهتون نشون میدم، دو کلمه هم از سوربی امیدوارم کمک کن. ببینید بعد روی این شما میای اینجوری رایت کلیک میکنی، اون صفحه رو باید نشون بدم، سب کنید دوستان، سب کنید، خوب که ما نخواستیم هر روز به شما درس کامپیوتر بدیم. اوکی، ببینید وقتی که این فلش مموری یا SD کارت رو وصل کردید به کامپیوترتون، بعد که میرید تو کامپیوترتون بهتون نشون میده که درایو C دارین، درایو D دارین، درایو E دارین، DVD دارین. روی این بیاین ببینید، باید اول کلیک کنید که هایلایت بشه، رنگش اینجوری بشه، بعد رایت کلیک کنید، رایت کلیک که میکنید برید توی پراپرتی، توی پراپرتی که رفتید 1 و 2 و 3 بگردید دنبال این ready boost. خیلی خوشحالم که اتفاقا این میگه که this device cannot be used for ready boost. بهتون گفتم اونایی که میخرید از نوع فستش بخرید، یعنی اگر رفتید کاسکو معمولا 10 تاشو میده 15 دلار، اون ممکنه کار نکنه، ولی اگه برید یه جا یکیشو بهتون بده 3 دلار 4 دلار، اون ممکنه کار کنه. در وقتی که این ready boost رو بذارید، این کلمه بوست رو به فارسی من نمیدونم چی بگیم، میتونید اون وقت کامپیوترتون یه مقداری مثل هول دادنه، فست میشه، رمش زیاد میشه. رم رندوم اکسس مموری، اولین چیزی که تو کامپیوتر بهتون یاد میدن، میگن مثل میزتونه که این بزرگتر میشه، میتونید کاغذهای بیشتری بذارید، نوشته های بیشتری بذارید، که البته مشکلش بعد این شد که انقدر گذاشتیم که دیگه هر کاغذی را میخوایم نمیتونیم پیدا کنیم. همون ماجرای دسکتاپ و رم و اینها اینه. در اصل اینم دو تا درس امروز، امیدوارم به کمکتون بیاد و کارساز باشه. و اما بریم ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. امروز فیسبوک با ما همکاری نکرد و
ببینیم چی میشه. گراند کیت فیسبوک سنسور این گفتیم، اونم کالر هم گفتیم. دو تا چیز دیگه آقای خزائی فرستاده. این واقعا من نمیدونم این دوچه وله چرا صفحهشو به این بزرگی مینویسه. فکر کنم ایشون از روی تلفنش نگاه میکنه لینکی که میفرسته. شما میدونید صفحه مردم تیوی رو مثلا روی کامپیوتر یه جوری دیگه میبینید، روی تلفنتون یه جوری دیگه میبینید. بعد ایشون فکر کنم از روی تلفنش فوری میزنه بره برای کاکوسوربی، وقتی میاد اینجا این اینجوری میشه بزرگ، خیلی بزرگی که اصلا آدم نمیتونه بخونتش و یه چیز بیخودی میشه. افزایش بی سابقه پاسخ منفی به تقاضای پناهندگان ایرانی. من خودم چون تو آلمان بودم هر وقت اینجوری میشد میگفتن آلمان حتما میخواد یه قراردادی بنویسه با ایران و مجبوره بهشون یه کمی حال بده، اذیت کنه به پناهندا. و اما خیلی متاسفم که این خبر رو اینجا بخونم و هیچ چیزی بدتر از این نیست که شما فرزندتون آماده بشه دو تا خانواده برای عروسی و عقد و ازدواج و اینها و یه دفعه یه همچین مصیبتی، یه همچین بلایی بر سرشون بیاد. تراژدیه. میگه اشکهای دختر ایرانی با لباس عروسی سر مزار نامزد مقتولش در آمریکا. تراژدی قتل دانشجوی ایرانی در نشویل تنسی. حالا این نشویل تنسی یه جاییه که همشون اهل موزیک و آهنگ و اینا هستن، دیگه این اتفاقا رو آدم انتظار نداره که اونجا باشه. شیکاگو خیلی معروفه ولی نشویل تنسی نه. میگه که در نشویل تنسی دردناک است. زمانی که سارا بلوچ چند روز قبل از ازدواج متوجه قتل نامزد خود محمد شریفی می شود، به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین این قرار بود بهترین آخر هفته سارا بلوچ 22 ساله باشد. آخر هفته‌ای که با محمد شریفی 24 ساله ازدواج می کرد، اما او روز یک شنبه لباسهای عروسیش را پوشید و بر سر مزار نامزد سابق خود گریست. او در حالی که اشک می‌ریخت گفت قرار بود با هم باشیم، ما خیلی خوشحال بودیم، من می‌خواهم با او باشم، پس چرا باید صبر کنم؟ روز 21 فوریه محمد شریفی قرار بود دستگاه بازی ایکس باکس خود را به فردی به نام مارکوس وایت بفروشد. تصویر زیر. آنها در فضای مجازی با هم قرار گذاشته بودند، اما حالا وایت 20 ساله محکوم به قتل این مرد ایرانی با تفنگ است. سارا بلوچ اولین نفری بود که به بیمارستان رسید. او در این رابطه توضیح داد انگار که دنیای من تاریک شد، انگار داشتم سقوط میکردم بدون اینکه توقف کنم. آنها هر دو دانشجوی دانشگاه تنسی در ایالات متحده آمریکا بودند. مارکوس 20 ساله، این احمق الدنگ با این قیافش، مارکوس 20 ساله به اتهام قتل بازداشت شد و این بیچاره ها که به جای عروسی حالا سر مزار این آقای شریفی گفت اسمش نشستن. و این هم عکسشون از زمان دوستی و نامزدی و ایداد بیداد. اصلا آدم نمیتونه چی بگه، تسلیت بگه، بگه ما رو در غم خودتون شریک بدونید. واقعا وقت داشتم میخوندم آدم خب فکر میکنه که چرا باید دنیا اینجوری باشه. خیلی ها میگن این یه چیزی که داری میخوای بفروشی اگه بدی به این جاهایی که مجانی ازت میگیرن گاهی وقتا بهتره تا بذاری یه نفر ساعت یک شب زنگ میزنه، دوش صبح زنگ میزنه، میگه میام، نمیاد، آدرست کجاست، آدرس میگیره. خیلی ها میگن که برید تو شاپینگ سنترها وایسین، برید تو استارباکس عوض کنین. بعد یادم یکی از دوستای جوون ما که میخواست ماشین بفروشه به من زنگ زد که عمو سوربی من میخوام ماشین بفروشم چیکار کنم، تو کرگلیست زدم. گفتم ببین اگه تو کرگلیست زدی اولا اینا که زنگ میزنن ما یک چکی برات میفرستیم 10,000 دلار، تو 2,000 دلار ماشین تو بردار، 1,000 دلار هم برای خودت، 7,000 دلار برای من بفرست، اصلا با اینا تماس نگیر، جوابم نده، هیچی نگو، ولشون.
یا تو آگهیت بنویس من فقط لوکال، یعنی فقط تو این منطقه معامله میکنم، فقط کش معامله میکنم، نقد معامله کنم. در صورت مواظب باشید، بعضی وقتا برای چند دلار بیشتر، یه فیلمی بود به خاطر چند دلار بیشتر، فکر کنم مال استیو مک‌کوئین بوده، نه کلینت استیوود بود اگه اشتباه نکنم، در هر صورت چیز نشه، جان عزیزی از دست نره. ترانه جدید مصدق با صدای سهدامیز شاهین نجفی با نام احمد آباد مرا پس بده. شاهین نجفی من اینجا دو بار دیدمش و یک شاعر و خواننده به اصطلاح controversial، خیلی با سر و صدا اون آهنگ نقیر رو خوند و اینها، بعد خودش آمد گفت من الان اگر یه چیزایی رو بتونم عوض میکنم، یعنی اون موقع اشتباه کردم این چیزا رو خوند، ولی نمیگه کدومش و اینها. خلاصه آهنگ خونده، میخواین این آهنگم بذارم یا خودتون برید پیدا کنید، ما این آهنگاری که میذاریم بعد یوتیوب یقمونو میگیره. از فرخ عزیز ممنونم، از آقای مانی خورسندی ممنونم، از دوستانی که آمدن دو ما را ندیدن ممنونم، ولی باید از این به بعد اول برنامه ها بگم که خب شما اگه میدونید ما از اینجا و از اینجا و از اینجا پخش میشیم، اگه اینجا قطع شد شما برید اون ور. فرخ این کار رو بلد بوده، من خوشحالم و از ایشون هم ممنونم. از اینکه با ما بودید از شما تشکر میکنم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، به فکر دیگران هم باشید، مخصوصا ایام نوروز سال نو. بعضی وقتا با 10 دلار کمتر، با یه خوراک کوچیکتر، به جای اینکه پیش غذا بخوریم و غذا بخوریم و دسر بخوریم، اون پیش غذامون رو بدیم برای یکی کفش غذا بخوریم، اون دسر هم بدیم برای یک کسی دیگه، یک کیف مدرسه و اینها. ممنونم، متشکرم. اتفاقا باز توی این کاغذها که میگشتم، کاغذهای مال چیه این؟ مال دو جای مختلف رو دیدم، مال یکی بیمارستان کودکان که برای من قدردانی میفرسته که ممنونیم که کمک کردیم، یکی دیگه هم اون سازمان عفو بین المللی، و اینا هم باز یک کار خوبیه که به شما یادآوری میکنن که ممنونیم که پارسال کمک کردید ولی امسال فراموشتون نشه. ما یه دوستی داریم احمد آقا از فلوریدا، اتفاقا نگرانشم چون دعواش شده بود با همسایش و این ما کمک نکرده، ولی گفتم اگر بهش تماس بگیرم حالا فکر میکنه محض کمکه. صحبت از کمک شد، یک بار دیگه از دوستانی که خودشونو مقید و مقید میکنن و متعهد هستن و کمک میکنن، مثل پتیک، مثل دوستان دیگه ماهیانه پرداخت میکنن، ممنونم. از اون دوستی که 500 دلار از کالیفرنیا فرستاد و من رو تشویق کرد تا برم این دستگاه رو بخرم، ممنونم. و ما اون دستگاه خودمون رو داریم، دستگاهی که من دارم 1000 دلار فقط وید بلستر داخلشه، 2300 دلار اون ویدیو کارت داخلشه و 2-3 تا برنامه‌ای که برای کار ویدیو هست داره و کور i7 که میتونم بگم بهترین پروسسوریه که الان تو مارکت هست. برید نگاه کنید، مثلا i3 رو 300 دلار ارزون تر میده، i5 رو 200 دلار ارزون تر میده و وقتی اینا گرون تره یعنی یه چیز بهتر دارن. در صورتی که اگه کسی خواست، اون روز به چیز گفتم 300 دلار به شما میدیم 200 دلار، اتفاقا فکر کردم شاد بدم برای آقای هوشنگ شیرازی همشهری به لب اوبیمون، چون یک پروگرامی هم از من گرفته بود وید بلستر، هیچ وقت نفهمیدم که تونست سوارش کنه یا نه، ولی این وید بلستر روش هست. میخوای آدرس تو بده من برای شما پست کنم، چون قبلا شما انقدر لطف کردید، کمک کردید و من اینو میتونم به عنوان هدیه نوروز به شما بدم. آقای هوشنگم چند مدت پیش اسباب کشی کرد، فقط یادش رفت به ما نصیحت کنه این کار زشت را انجام ندهید. بی خود نیست که دوستان افغانی به اسباب کشی و جا به جا شدن میگن جا کشی. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون جمعه، و امیدوارم آقای لادن هم با ما باشن. مرسی که با ما بودی.